خاطرات محمد علی جمالزاده شرح آقای جمالزاده به قلم خودش بخش یکم مقدمه سید حسن تقیزاده شنیدم که مجله دانشکده ادبیات تبریز قصد دارد شرح از دوست قدیم باصفا و فاضل من آقای سید محمد علی جمالزاده نویسنده شهیر ایران نشر کند بر حسب یادآوری یکی از دوستان به این خیال افتادم چند سطری در آن باب برای آن مجله شریف بنویسم یا اگر صلاح بدانند آن را در حکم دیباچه ای برای آن مقاله مهم که بسیار مطلوب خواهد بود در مقدمه درج فرمایند و در این کار دو نکته بیشتر دایی من بود یکی آن که آقای جمالزاده از سخنوران و دانایان ایرانی عصر ماست و در واقع با همه معروفیت و شهرتی هم که دارد مجهول القدر است و این شخص شریف و حکیم و صاحب اخلاق فاضله و مزایای عالیه که به حقیقت از مفاخر ایران است سزاوار و شایسته معرفی کامل به نسل جوان و توصیف وافی است که باید در بسیاری از صفات و فضائل علاوه بر نویسندگی و پایگ بلند معرفت و دانشمندی سرمشق طلاب علم و فضیلت باشد دوم که به قول خود آقای جمالزاده که وقتی می گفت دو نفر او را در مدارج سیر زندگی وی کماین بقی و بهتر از دیگران می که یکی مرحوم میرزا محمدخان خان قزوینی بود و دیگری این جانب و اینک قزوینی هم از این جهان رخت بربسته تنها من از ارادتمندان قدیم جمالزاده باقی هستم که می توانم تا حدی او را معرفی نمایم من در اینجا تنها از یک جنبه آن وجود شریف و نازنی نمی خواهم حرف بزنم بلکه می خواهم شمه ای هم از بعضی صفات کم نظیر آن شخص عالی قدر بیان کنم جمالزاده فرزند مرحوم آقا سید جمالدین واعظ معروف محبوب القلوب ایران و از مؤسسین آزادی سیاسی ماست. این جانب در اولین دوره مشروطیت 1324-1326 قمری مدتی نزدیک به دو سال سعادت معاشرت و دوستی و همکاری با آن مرحوم داشتم و از فیض وجود او که علمدار و حامل مشعل آزادی بود بهرمند بودم. مرحوم آقا سید جمال اصلا و مخصوصا از طرف مادر همدانی بود ولی چون خود مقیم و ساکن اصفهان بود به آن شهرت معروف گردیده است وی فوق مروج حریت و مجاهد راه عدالت و مبارز قهرمان بر ضد استبداد و جور دولتیان و متنفذین ظالم در کسوت روحانی و دشمن بی امان جابرین بود چند سال قبل از طلوع مشروطیت ایران من آن مرحوم را در تبریز شناختم و با آزادی طلبان آن شهر با او قدری معاشرت پیدا کردم البته بعدها در تهران هم قدم و مصاحب دائمی او بودم و او را با حقیقت و عاشق آزادی و خلوص نیت و بیقرز یافتم و یکی از بهترین صفات و مزایای آن مرحوم سخنگویی او بود به زبان عوام و به همین جهت تأثیر کلام وی که غالبا به عنوان برادران کلاه من حرف میزد نظیر نداشت. محض نمونه کلام او این قطع خاطرم می که روزی بالای منبر می گفت که ناصر شاه روزی در فصل زمستان با ملازمین دربار خود برای شکار به جاج رود یا لار رفته بود و شب را در آنجا خیمه ها برافراشته مشغول تفریح و خوشگذرانی بودند. ناگهان باد شدید بسیار سرد برخاست که چادرها را میکند و با میخ نگهداری ممکن نمیشد پس عدهای سرباز صدا کردند و حکم دادند هر کدام گوشه ای و تنابی از چادر را محکم گرفته با تمام زورشان به زمین بچسبانند که باد نتواند بکند پس شب را به فراغت خاطر عیش کردند و سربازها در بیرون در سرمایه سخت چادرها را نگاه می داشتند صبح که هوا روشن شد و حضرات از خواب بیدار شدند، حاجب دور حضور شاه آمد و عرض کرد قربان دیشب این سربازها ها تصدقت شده اند. یعنی از سرما مرده اند. آن وقت آن مرحوم یعنی جمالزاده خطاب به مردم می گفت بابا این مسلمان آخر از سرباز هم میخ می توان درست کرد و انسان را به جای میخ طویل استعمال نمود نظایر این حرفا خیلی زیاد داشت و با کمال جرأت به زبان عوامانه می گفت و مردم را که مجذوب کلام و بیانات او بودند به شور می آورد و برای کسب آزادی تشویق می نمود. این بیانات او به حدی مطلوب عام بود که یکی از مریدگان و شیفتگان تعلیمات او روزنامه ای به اسم الجمال دایر نمود و مرتبا خطابها و مواعظ آن مرحوم را چاپ و نشر می کرد. داستان خدمات مرحوم آقا سید جمال الدین به ملت ایران و مرام آزادی و عاقبت غمانگیز او شرح مفصلی می شود که بهتر از همه فرزند عزیز و نامدار او که در بسیاری از صفات پدر و مخصوصا بیان عوام فهم او وارث اخلاقی اوست تحریر تواند کرد یک فقره مختصر از داستان ایام اخیر زندگی او را نمی خواهم ناگفته بگذارم چه وی به سبب همان واقعه حق حیات در گردن من دارد و آنچنان است که در دو سه هفته اخیر قبل از توپ بستن مجلس شورای ملی در جمادی الاول سال 1326 قمری محمد علی شاه که در روز سوم آن ماه به باغ شاه منتقل شده و اردوی آنجا تهیه کرده بود بنای ستیزه سخت با مشروط طلبان و مجلس گذاشت و کم کم بعضی را گرفتار می کرد لذا پیشروان مشروط طلبان غیر از وکلای مجلس در اندرون مجلس یعنی همانجا در باغ عقبی بهارستان که حالا مطعبه مجلس در آنجاست در بالاخانه ای متحسن شده بودند و از آن جمله بودند مرحوم آقا سید جمال الدین و ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان شیرازی مدیر روزنامه سور اسرافیل و میرزا داوودخان علیابادی و بعضی دیگر شاه به شدت مطالبه تسلیم یا اقلا تبعید بعضی از آنها و بعضی از وکلای مجلس را از آن جمله این جانب می کرد. و در واقع این کار را ظاهرا شرط صلح با مجلس قرار میداد. ما دائما از صبح تا شب در این ایام در مجلس بودیم و مذاکرات و پیغام ها و رفت و آمد وسایط بین دربار و مجلس در میان بود. روز 22 جمادی الاول بعد از غروب یعنی در اوایل شب تقریبا سه ساعت بعد از غروب و در واقع دوازده ساعت قبل از حادثه ی حمله به مجلس من پس از فراغت از کارها در مجلس که دیگران به منزل خود رفتم قبل از اینکه به منزل بروم به محل تحسن دوستان خود در باغ عقبی بهارستان رفتم تا دیدن یزانان بکنم حال پریشانی و ملال بیسامانی قمنگیز آنها که روی گلیمی در نیمه تاریک نشسته بودند مرا به قدری متأثر کرد که گفتم من هم همینجا پهلوی دوستانم میمانم و دلم نیامد به منزل بروم و به آدم خودم گفتم برو منزل و هرچی برای شام مهیاس اینجا بیاور. مردم آقا صید جمالدین بسیار متغیر شد و به تندی به من گفت ابدا این کار را نکنید شما وکیل مجلس هستید و شایسته نیست متحسن بشوید ما را مقصر قلم دادهاند و اینجا متحسن شده ایم. شما به چه مناسبت به ما ملحق می شوید؟ این توهین به مجلس است حتما بروید منظر خودتان و مرا به اصرار تمام راه انداخت شکی نیست که اگر شب را آنجا مانده بودم فردا گرفتار شده به همان راهی میرفتم که میرزا جهانگیرخان و ملک المتکلمین رفتند حالا بیا این سر شرح زندگی آقای جمالزاده این مرد بزرگوار که امروز پا به کهولت گذاشته در چهل سال قبل در یکی از بلاد فرانسه تحصیلات خود را در علم حقوق به پایان رسانیده بود که جنگ بزرگ جهانی شروع شد جمالزاده در ایام حیات پدر توی پرانتز ظاهرا چند ماه قبل از واقعی ضربت به مشروطیت و شهادت آن مرحوم پرانتز بسته برای تحصیل به بیروت رفته و پس از انجام مقدمات در آنجا در ظرف قریب دو سال برای تکمیل تحصیلات به سوئیس و بعد به فرانسه رفته بود پنج ماه بعد از شروع جنگ من از آمریکا به آلمان آمدم و برای مشاوره و بذل مساعی در امر استفاده از موقع برای نجات ایران از گرفتاری هایی که دچار آن بود سعی کردم بهترین عناصر یارانی شریف و وطن دوست را که در اکناف و اروپا بودند در یک جا جمع کنم در نتیجه مکاتبات و مخابرات تلگرافی آقایان کازمزاده ایران شهر حالیه از کمبریج و پورداوود و اشرف زاده و میرزا محمدخان خان قزوینی از پاریس و جمالزاده و نصر الله خان جهانگیر و سعد الله خان توی پرانتز حال معروف به درویش پرانتز بسته و راوندی از سوئیس و میرزا اسماعیل نوبری و حاج اسماعیل امیر خیزی و میرزا آقا ناله ملت و میرزا اسماعیل یگانی از استانبول و بعضی دیگر دعوت مرا اجابت فرموده بل برلن آمدند توی پرانتز مرحوم قزوینی ابتدا تا سوئیس آمد و به پاریس برگشت و پس از تنظیم کارهای خود در آنجا به همراهی مرحوم حسین قلیخان نواب به برلن آمد پرانتز بسته جمالزاده که در شهر دیژون فرانسه از تحصیل فارغ شده و تازه عروسی کرده بود با عروس جدید به برلن آمدند داستان هیئت ایرانی در برلن طولانی است و آنچه در این موقع قابل ذکر است آن است که این اشخاص که قالب آنها جوان هم بودند پر از شور وطن پرستی و شوق جهاد مقدس برای نجات ایران و فداکاری بودند و بر حسب نقشه کار که تهیه شد دسته دست, دست معمور نقاط ایران یا مجاور ایران شدند و از آن جمله جمالزاده آزم بغداد شد مسائی خالصانه جمالزاده در این راه موجب کمال خوشبختی ما و ایرانیان دیگر بود و عاقبت پس از فراز و نشیب زیاد و پیشرفت قشون ترک تا کرمانشاه و عقب نشینی آنها و از دست رفتن بغداد دوستان ما به استانبول و از آنجا باز به برلن آمدند در آن زمان ما روزنامه ماهانه کاوه را در برلن تأسیس کرده بودیم و بهترین همکار و معاضد صاحب قلم ما در کار جمالزاده بود که تا آخرین موقع دوام انتشار روزنامه همکاری و همدستی با او داشتیم بعد از تعطیل کابه آقای جمالزاده در سفارت ایران در برلن کار پیدا کرد و عاقبت به سوئیس رفت و به کار فعلی خود در اداره بین المللی کار در ژنو که حال 23 سال است در آن اداره است مشغول شد در موقع اشتغال با روزنامه کابه آقای جمالزاده مقالات بسیار نفیس و آلمانه و محققانه و دلکش در آن روزنامه نوشت که یکی از آنها مقاله راجع به مزدک بعدا در تهران اشتباهن به این جالب نسبت داده شده است در این زم کتاب گنج شایگان را که مجموعه بسیار آلمان است در اوضاع اقتصادی اصر اخیر و معاصر ایران برشته تحریر آورد و در ضمن انتشارات کاوه نشر شد و نیز کتاب یکی بود یکی نبود را نشر کرد که شهرت کامل پیدا نمود و یکی از اولین نوشته های شیرین به زبان عامه بود که در واقع مجدد در این طریقه و به قول فرنگی ها پایونیر بود از بهترین شاکاره علمی و تاریخی جمالزاده کتاب تاریخ روابط روس و ایران بود که به تفاریق در کاوه نشر میشد و بدبختانه به خاتمه نرسید. این جمله مراحل ابتدایی ظهور جمالزاده در عالم علم و ادب بود. وی در این مراحل نماند و روز به روز به مدارج عالیه و مراتب بالاتر رفت و اینک یکی از ارباب قلم درجه اول و ستاره درخشان مملکت ماست. من در دیواشهی که در قریب سی و پنج سال قبل به تعلیف نفیس او یعنی تاریخ روابط روس و ایران نوشتم همان وقت بر حسب شعور باطنی خودم آینده بلند پایه او را حد زده و تمثل قائم مقام را در باب میرزا تقیخان امیر نظام به آیه یکاد و زیت و چون که در ناسیه ای او می دیدم تکرار کردم و شکر خدا را که در این مدت از آن وقت تا حال که دوستی صمیمی و حقیقی و خالصان بین ما دائمی و در تزاید بوده نور روزافزون نبوغ قریه و ذوق و هنر و طبع سرشار او در آفاق ایران چنان درخشید که منکری ندارد و باعث سربلندی دوستان وی است و او استاد و راهنمای جوانان بازوق و نویسنده و منبع فیض گردید و اینک پرتوافکن عرصه علم و ادب است تعلیفات او در ایادی اهل زوغ انتشار عظیم دارد و آنها را دست به دست چون کاغذ زر میبرند. فضایل و مزایای جمازاده منحصر به نویسندگی نیست. به تنها صاحب زوغ سلیم بیمانند و فهم مستقیم توی پرانتز که در این زمان در میان مردم ما ندرت دارد و معنی مردمن در حسرت فهم درست را به خاطر می آورد پرانتز بسته و روشنبی نیست که راست میبیند و درست میفهمد بلکه در اخلاق انسانی و فضیلت و شرف و صداقت و وفا و صفا و جوانمردی و خیرخواهی و سلامت عقل و تشخیص و علو خیال و تیزی هوش و درک صحیح مطالب و نکت سنجی حکیمانه و تمیز از سرامدان افراد قوم ماست که میتوانیم به وجود او در این دوره تاریک عقول منحرف افتخار کنیم از مزایای فوقلاده او نداشتن هیچ حسد و تشویق هر مبتدی و منتهی با سلامت ذوق است. به راستی می گویم که من در آنچه درباره ایشان گفتم ذره مجامله و تعارف و مبالغه اختیار نکردم و عین حقیقت را حتی قدری کمتر از واقع امر بیان کرده ام. جمالزاده در ادبیات فرنگی هم ید طولایی دارد و کمتر از نویسندگان به نام مغرب زمین است که وی کتاب او را نخوانده باشد و بر تمام افکار و عقاید جاری احاطه دارد در زبان فرانسه و آلمانی عالی ترین درجه تسلط را دارد و به قول فرنگی ها در خانه است انگلیسی هم میداند و در عربی مایه وافی دارد و زبان فارسی او میتواند میزان فساحت باشد دلیل بزرگی بر سلامت ذوق و طبع مستقیم و فساحت زبان و کمال تمیز جمال زده به نظر این جانب تحسین کامل مرحوم میرزا محمد خان قزوینی است از وی به علاقه زیادی که آن مرحوم به ایشان داشت و همه میدانند که قزوینی در دقایق امر زبان چیزی را چه از حسن و چه از قبح فروگذار نمیکرد و تصدیق و تحسین او سند مهم و حجت قاطع بود یکی از خصائص عمده فطرت جمالزاده آزادی فکر و آزادی طلبی روح او و انزجار طبیعی نفس و طبع اوست از تعصبات و افکار قشری و ظلم و جور و این صفت در نهاد او فوق العاده متمکن و با خون او سرشته است به طوری که آثار آن همیشه نمایان است او خود روزی نقل می کرد که در طفولیت در اصفهان وقتی دید که بعضی از مردم کاسبکار و بیگناه را قوقای عوام به تحریک بعضی آخوندهای بی امان گرفتار و متهم به خلل در عقاید دینی کرده در ملع عام و بازار نفت ریخته و آتش زدند این حادثه که جلو چشم او وقوع یافته بود چنان در روح طفل اثر گذاشت که او را از هر نوع تعصب و سلب آزادی مادام العمر بیزار و متنفر نمود و در مقابل ظلم و تعصب روحش تقیان می کند و فلحقیقه هم شقاوت های دوران افراد تعصب ما توی پرانتز که حالا با همه ظهورات نامطلوب این ایام از تجدید آن به آن درجه ها خوشبختانه دور هستیم پرانتز بسته چنان ظلمت عظیم شرماوری بود که هر قدر فرانسوی ها از داستان شب سنت بارتلومی حالا سرفکنده می شوم ما هم از یاد آن بیدادها منزجر شده و مو بر تن انسان با رحم و انصاف راست می شود این است که در نوشته های جمالزاده این تقیان روح آزادمنش ظهور دارد شرح حال زندگی آقای جمالزاده را که نشریه دانشکده درج می کند امیدوارم کامل و صحیح و جامعه باشد و بهتر از هر چیزان است که از خود صاحب ترجمه یعنی خود آقای جمالزاده کسب اطلاعات صحیح کرده شود سید حسن تقیزاده شرح حال جمالزاده شرح مختصر زندگانیم سابقا گویا در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است آش سوزی نیست سنم را درست نمیدانم در حدود نیم قرن پیش در اسفهان به دنیا آمده ام. پدرم از فامیل صدر هاست آیت الله صدر که اخیرا در قوم وفات یافت از پسر من می شود پدرم اصلا از سادات عامل جبل لبنان است پدرش در همدان دختری از آن شهر گرفت و پدرم پس از مرگ پدر با مادر خود برای تحصیل به تهران و از تهران به اصفهان رفت. در اصفهان مادر مرا که دختر میرزا حسن باقرخان از اعیان آن شهر بود به زنی گرفت و از همان تاریخ پدرم که اهل منبر بود و لقب صدرالمحققین داشت از آزادی و عدالت دم میزد. قدرت زلد سلطان که حکومت اصفهان را داشت و تعصب آقا نجفی مانع بود که پدرم بتواند در خود اصفهان به موعظه پردازد و لحاظا اغلب ماهای محرم و سفر و رمضان را در شهرهای دیگر ایران مخصوصا تبریز می گذرانید. با چند تن از جوانان پرجوش و خروش دیگر از قبیل حاج میرزا نصرالله بهشتی ملک المتکلمین محرمانه در اصفهان ای نوشتند به اسم رؤیای صادقه که انتقاد سنت تخت آمیزی است و چنانکه از پدرم شنیدم آن را به دستیاری میرزا حسن خان که بعدها گویا لقب مشیر و دوله گرفت و در آن تاریخ در سفارت ایران در پترزبورگ عضو سفارت بود محرمانه در پنجا شست نسخه به چاپ رساندند و برای شاه و صدر اعظم و زل و سلطان و آقا نجفی و دی دیگری فرستادند و شاید بتوان رؤیای صادقه را که بعدها در بادکوبه و در مجله ارمقان به تب رسید و جداگانه هم به صورت رسالی به چاپ رسیده است اولین قیام مطبوعاتی آزادی خواهی در ایران به شما آورد. ورد قطعی که مربوط است به محاکمه در روز قیامت در مقابل میزان به قلم پدر من است و همانجاست که وقتی در مقابل استنتاقات کار بر او تنگ می گردد، خطاب به عوام الناس اسفان خدا بابی شده است و واجب قتل است و باید او را کشت یک نفر از دوستان پدرم موسوم به علی نقی که گویا در نظام و قشون اصفهان سمت سرهنگی داشت مدرسه باز کرده بود که به طرز نسبتا جدیدی در آنجا تدریس میشد. به تحریک آقا نجفی مردم و طلاب ریختند و مدرسه را بستند و در آن باب از پدرم به امضای مستعار 74 اصفهانی که به حساب ابجد جمال می شود مقاله ای در روزنامه حبل المتین به تب رسیده است همان اوقاتی که پدرم در تبریز بود و ماه محرم و سفر گذشته و در شرف مراجعت به اصفهان بود من و مادرم در اصفهان چشم به راه او بودیم روزی مادرم کاغذی به پدرم نوشته با قدری پول به من داد که به پوست خانه ببرم. پوست خانه در بازار نزدیک مسجد شیخ لطف در بازار پشت میدان شاه و عبارت بود از یک دکان عطاری. وقتی از میدان شاه میگذشتم دیدم مردم جمع شدن و قوقایی برپاست. دیدم دو نفر تاجر بلند بالا را با سر برهنه در میان گرفتند و میگویند بابی هستند و آنها را به طرف مسجد شاه که مسجد آقا نزفی بود می بردند در همون وقت شخصی که پیت حلبی نفت با جامی در دست داشت فرا رسید و مردم از آن نفت خریدند و ریختند به روی آن دو نفر و آتش زدند و همونطور که آن دو نفر می سوختند و التماس می کردند آنها را کشان کشان به طرف مسجد می بردند من هم با جمعیت وارد مسجد شاه شدم دیدم آقا جواد صراف را که مردی با امامی شیر و شکری کلوفتی بود انداختند و پاهایش را در وسط مسجد در فلکه گذاشتند و چوب یا حد شرعی میزنند. آقا جواد صراف با شخص دیگری از اعیان اصفهان موسوم به میرزا علی خان در نزدیکی های میدان موسوم به چملان در بالخانه پاک و پاکیزه ای مدرسه ای باز کرده بودند که آن هم نسبتاً به طرز جدید اداره می شد و هر چند یک معلم بیشتر نداشت که معمم متجددی بود ولی قدر انگلیسی می دانست و من هم با دو پسر ملک المتکلمین موسوم به میرزا علی محمد و اسدالله در آنجا درس می خاندیم. برای خریدن اولین کتاب قرائت انگلیسی مجبور بودیم به جلفا برویم و پنهانی کتاب را خریده در زیر لباس مخفی به اصفهان بیاوریم. بدیهی است که پس از قضیه آن روز این مدرسه هم بسته شد فراموش کردم کاغذ را به پست بدهم و دوان دوان به خانه برگشته غذایا را برای مادرم حکایت نمودم و گفتم که در مسجد شاه یک نفر از تماشاچیان ناگهان نگاهش به من افتاد و مرا شناخت و گفت تو بابی بچه در اینجا چه میکنی و من گریهام گرفت و فرار کردم خانه ما در در محله بیداباد و نزدیک به چهارسوی علی قلی آقا بود. قاضی شهر که گویا با دختری از خانواده زل و سلطان وصلت کرده بود با پدرم دوستی داشت. مادرم خیلی نگران شد و مرا فرستاد که از قاضی بپرسم آیا اگر پدرم به اصفهان بیاید برای او خطری در میان است یا نه؟ قاضی مادرم را که با ایالش آشنایی داشت خواست و بعدها مادرم به من گفت که قاضی به او گفته بود که امروز در حضور زل و بودم و زل و قیچی قلمدان در دست داشت و گفت منتظرم این سید جمال پایش به اسفهان برسد تا گوشت بدنش را با این قیچی تکه تکه کنم فورا به دایی من میرزا حبیب الله خان که بعدها لقب انتخاب الملک و سجل فرزاد گرفت و پدر مسعود فرزاد است که حالا چند سال است در انگلستان زندگی می کند و خیلی خوب شعر میگوید. توی پرانتز دایی من در آن وقت رئیس گمرک کردستان بود پرانتز بسته تلگراف کردیم که به آقا برسانید که صلاح نیست مراجعت نمایند چند روز بعد میرزا حبیب الله خان سرزده وارد اصفهان شد و خانه و اساسیه ما را به عجله به فروش رساند و مادرم را با من و برادر دیگرم حالا خاطرم نیست که در آن تاریخ یک یا دو برادر داشتم با دلیجان شبانه به طرف تهران حرکت داد در دهکدهای به اسم علیاباد در نزدیکی های شهر قوم صدها نفر از فراریان شهر یزد که از دست جور و ستم حکومت یعنی جلال و دوله پسر زل و سلطان که در یزد هم شروع به بابی کشی کرده بود و مقداری از مردم را از زن و مرد و بچه به قتل رسانده بود در کاروانسرایی به صورت تأثرامیزی منزل کرده بودند بعدا کتابی دیدم به اسم شهدای شهر یزد که تاریخ وقایع یزد است در آن تاریخ به تهران که رسیدیم کم کم درم در مسجد شاه واعظ شد و همانجا مقدمات مشروطیت شروع گردید در تهران در مدرسه سروت و ادب درس می خواندم و در انقلاب های اول مشروطیت پدرم از پیش قدمان بود و شاید بتوان گفت اول آدمی بود که علنا در بالای منبر از آزادی و عدالت و این قبیل مسائل سخن رانده است. در پای منبر او جمعیت زیادی جمع شد و حتی در ماه رمضان در مسجد شاه که هوا گرم بود و روزها در صحن مسجد منبر می جمعیت به قدری زیاد می شد که درهای مسجد را می بستند و حتی در بالای بام مسجد و در مناره ها هم مردم جا می گرفتند یادم از شبها در مسجد سید عزیز الله خطاب به مردم میپرسید: ای مردم آیا میدانید قبل از همه چیز چه چیز لازم دارید؟ هرکس چیزی می گفت انگاه؟ پدرم می گفت حالا گوش بدهید تا به شما بگویم چه لازم دارید شما قانون لازم دارید و حالا همه صداها را در هم بیندازید و بگویید قانون یک دفعه از حلقوم چند هزار نفر فریاد قانون بیرون می آمد و این صدا در تمام شهر و اطراف و اکناف پایتخت می پیچید و پدرم می گفت حالا این کلمه را تهجی کنید و همه با هم می گفتند قاف الف نون قانون قاف الف قا نون و واو پیش نون قانون قانون مواعظ پدرم را تند نویس ها یاد داشت بر می و در روزنامی به اسم الجمال به طبع می رسید چاپ می و به فروش می رسید در موقعی که مستبدین در میدان توبخان علم شنگ برپا ساخته بودند و سید علی یزدی پدر آقا سید زیاددین تبا طبع در یکی از مساجد تهران گویا مسجد جمعه منبر میرفت خیلی با پدرم زدیت می کرد و به خاطر دارم فریاد مستبدین در سکوت شب فضای تهران را پر می کرد و مادرم گریه می کرد و می ترسید بریزند ماها را به قتل برسانند و خانه خراب کنند مخصوصا در خاطر دارم که شبی از خواب بیدار شدم دیدم مادرم و پدرم به بالین من نشستند و اشک می ریزند. معلوم شد در نیمه شب در خانه را به سختی میکوبند و پدر و مادرم یقین کرده اند که برای دستگیری پدرم آمده اند. پای پدرم چنان که در زیل حکایت آن را خواهم گفت قدری میلنگید. مادرم التماس می کرد که بیا از راه بام فرار کن. پدرم می گفت با این پای لنگ چگونه فرار کنم در صورتی که بلاشک در بالای باب هم معمور گذاشته اند. بالاخره وقتی خدمتکار پیرمان رفت در خانه را باز کند دیدم از فرط شادی اشک می ریزد و برگشت که خروس بال به هم می زند و ما خیال کرده بودیم در خانه را می زند. در اوایل مشروطیت که در هر محله از سهران مشروط طلبان به اسامی و عناوین مختلف انجوان ها درست کرده بودند و خطابه ها خانده می شد. در محله سید ناصر الدین هم که محله ما بود انجمنی تشکیل یافته بود. بعد از ظهرها سحن امامزاده را آب و جاروب می کردن و فرش میانداختند و مردم کاسبکار محله جمع می شدن و آنهایی که کور سوادی داشتند در محامد و محاسن مشروطیت خطابه ها می خاندن. روزی به فکر پدرم رسید که منم خطابه ای حاضر کرده بخوانم. این اولین قطعه ادبی است که به قلم من نوشته شده است. معنی زیادی نداشت ولی عبارتها را سوار هم کرده بودم و وقتی با آن سقر سن با آن صدای لرزان خواندم البته مبلغی مرحبا و آفرین تحویل گرفتم وقتی شب پدرم خبردار شد و خطابم را به او نشان دادم مدتی میخندید و میپرسید اینها را چطور به هم انداخته ای؟ قصه شکستن پای پدرم از این قرار است در موقعی که مزفر شاه وفات یافت و محمد علی شاه شده بود تابستان بود و شاه در نیاوران بود یک نفر از درباریان را نزد پدرم فرستاد که وقتی به تبریز می آمدی من به تو خیلی محبت های کرده ام و حالا که شاه شده ام چرا دوری می کنی؟ در آن اوقات پدرم در میان مردم تهران بسیار محبوب و عزیز شده بود و در میان سران مشروطیت مقام بلندی احراز کرده بود جمعی از مشروط طلبان از قبیل سید محمد رضا مساوات و دیگران در منزل ما جمع شدند و بنا شد پدرم دیدنی از شاه بکند و سعی نماید او را با مشروطیت قلبا و باطنا موافق سازد و ضمنا چون میترسیدند پدرم به مصیبتی گرفتار شود صلاح دانستند که مرا نیز که کودک بیدار و زیرکی بودم به همراه خود ببرد که اگر او گرفتار شد من بتوانم خبر را به آنها به تهران برسانم و در این باب تعلیمات و دستورهای لازم را به من دادند. کالسکی چهار اسبه شاهی آمد و در اول شب پدرم مرا به نیاوران برد. در آن عالم طفولیت زوخا می کردم که شبی را در باغ قشنگ نیاوران به سر خواهم برد. در آنجا مرا در اتاقی نشاندند و پدرم را تنها نزد محمد علی شاه بردند و طولی نکشید که یک نفر آمده مرا نیز به اتاقی که شاه و پدرم نزدیک پنجره نشسته بودند و صحبت می کردند بردند محمد علی شاه از من پرسید مدرسه می روی و چند کلمه فرانسه با من حرف زد و بعد باز از من دور شد و با پدرم بنای صحبت را گذاشت در حالی که لوله کاغذی در دست داشت چیزی نگذشت که آثار اوقات تلخی در وجنات و حرکاتش پدیدار گردید و پدرم را مرخص نمود و من و پدرم را دوباره سوار همان کالسکه کردند در صورتی که هنوز شام نخورده بودیم و به طرف شهر روانه شدیم کالسکه در نهایت سرعت می رفت و پدرم خیلی گرفته به نظر می آمد. رسیدیم در مقابل قهوه قصر چراخهای قهوه قصر قاجار هنوز روشن بود پدرم چند بار به کالسکشی گفته بود آهسته تر براند و او اعتنایی نکرده بود. در آنجا گفت قدری نگه بدار گلوی در اینجا ترک کنیم. یارو باز محلی نگذاشت و شلاق کش دور شد. پدرم گفت فلاح و خیرون حافظون و هو ارحم راهمین. یک دفعه کالسکه برگشت و من پرد شدم در طرف چپ جاده و صدای آهنالی پدرم بلند شد. به من صدمه ای وارد نیامده بود و وقتی خودم را به پدرم رساندم دیدم کالسکه برگشته و چرخ روی پای پدرم افتاده و کالسکه چی هم اسپار از, از کالسکه باز کرد و سوار شد و بدون آنکه اعتنایی به آه و ناله پدرم و به گریه و فریاد من بکند سرتاخت به طرف شهر روان شد بعدها معلوم شد که یک راست به شاهزاده عبدالعظیم رفته و بس نشسته بوده است زور من نمی رسید که پای پدرم را از زیر چرخ بیرون بیاورم. ولی ای از طرف شمیران می آمد. جلو رفتم و درشکه را متوقف ساخته و قایه را گفتم. درشکه سوار سیدی بود سمسار که در مجلس شورای ملی وکیل بود و حالا اسمش را فراموش کردم و گویا سید ابراهیم سمسار اسم داشت. مشروط طلب با ایمان و از معتقدان به پدرم بود پدرم را از زیر کالسکه درآوردم و سوار درشکه کردم و به طرف شهر روان شدیم پدرم می ترسید. مادرم که در نوق و آبستن بود تکان بخورد و صدمه ببیند و هزا در نزدیکی منزلمان مرا من, من در آن نیمه شب پیاده کردند که قبلا به منزل بروم و مادرم را از قضیه به طوری آگاه بسازم که زیاد موجب نگرانی او نگردد و از همان تاریخ پای پدرم معیوب گردید. قبل از آن تاریخ هم در عهد مزفر دینشا و گویا صدارت عین و دوله در ماه محرم و سفر برای اینکه پدرم در تهران نباشد به قوم تبعید شد و باز با کالسکه سلطنتی به قوم رفت مرا و نوکرمان مهدی نام را نیز با خود به قوم برد. کالسکه آهسته میرفت و حوصله ها سر میرفت. برای اینکه مشغولیتی داشته باشیم پدرم پیشنهاد کرد هر کس به نوبت در باب ابرهای آسمان بگوید که آن ابر به چه میماند بازی خوبی بود جز اینکه مهدی خیلی کم ذوق بود و از عهده بر ولی قوه تصور من سخت به کار افتاده بود و شاید بتوان همین بازی و تفریح را اولین تمرین قوه تصور در نزد من دانست روز آشورا من و پدرم روی ایوان منزلمان که مشرف به قبرستان شهر قم بود نشسته بودیم و تماشای دسته های ازار را میکردیم. کردیم. جوان ها قمه و قداره به دست با کلاه خود و زره جلو افتاده بودند. ناگاه دو دسته درست در مقابل منزل ما به هم رسیدند و مرافعه و نزاع شروع شد. جوانان با اسلحه خود شکم های بیچاره را که شهدا بران سوار بودند میشکافتند و پدرم از زور غضب به هر دو دست دشنام میداد و میگفت بزنید پدر همدیگر رو در آورید وقتی در موقع صدارت عین الدوله و حکومت علا الدوله که تجار قند فروش داد چوب زد و مردم با علما در مسجد شاه جمع شدند من هم حاضر بودم در ایوان سن پدرم به منبر رفت و من روی پاشویه حوز ایستاده بودم چنان که در تواریخ مشروطیت ایران و از آن جمله تاریخ یحیا مستور است پدرم آیه ای خواند که عین آیه در خاطرم نیست ولی معنایش این می شود که اگر پادشاه هم تابع اسلام نباشد ما تابع او نخواهیم بود مراجعه شود به تاریخ یحیا تاریخ معاصر یا تاریخ یحیا تعلیف یحیا دولت آبادی جلد دوم طبع تهران صفحه دوازده و سیزده امام جمعه که داماد شاه بود بنای بد زبانی را گذاشت و مجلس به هم خورد و مردم به هم ریختن و یک کلمه ناخانه است مجلس به حرکت آوردن به طوری که مردم تصور کردند توپ است و پدرم در آن میانه ناپدید کردید در صورتی که کفشهایش در پایین منبر به جا مانده بود بعد معلوم شد پسران آقا سید محمد تبا تبایی سنگلجی میرزا محمد صادق گویا هنوز در قید حیات است او را از میان جمع بوده و به منزل خود بردند پدرم را از آنجا به منزل نازم الاسلام کرمانی مدیر مدرسه اسلام که به دستیاری همین آقایان تبا در محله سنگلش تأسیس شده بود بردند و مدتها در آنجا پنهان بود چون که در تاریخ انقلاب ایران به قلم همین نازم الاسلام مستور است گاهی نوکر من مهدی از منزل خوراکی برای پدرم می برد و من هم همراه او بودم و در مراجعت از گذرها و جاهای خطرناک که در دست مستبدین بود هر دو چهار دست و پا به شکل سگان راه می رفتیم تا از محل خطر دور می شدیم خلاصا که در گیرودارهای اول مشروطیت با سقر سن داخل بودم و خیلی چیزها در خاطر دارم ده دوازده ساله بودم که پدرم مرا برای تحصیل به بیروت فرستاد چند سالی در آنجا بودم و مشغول تحصیلات متوسطه در مدرسه آنتورا دکده است در جبل لبنان مشرف به دریای مدیترانه که کشیش های لازاریست آن را اداره می در آنجا بود که اولین بار با قلم و نوشتن سر و کار پیدا کردم با یک نفر از همشاگردان موسوم به وجیه خوری روزنامه به فرانسه با دست می نوشتیم به اسم لادویز یعنی شعار و در آنجا من یکی دو بار به زبان فرانسه شعرهایی هم داشتم که یک قطعه در باب برف بود در خاطرم دارم اوایل شب با شاگردها در اتاق بزرگی پشت میزها مشغول تهیه تکالیف کتبی خود می شدیم و یک نفر از کشیش ها ناظر و مراقب ما در بالای منبر بلندی نشسته بود و ما از او سخت می ترسیدیم. روز عید تولد یکی از همشاگرت ها بود شرحی به او نوشتم که امروز باید ما رو آباد بکنی ولی من شکلات که سیاه هست و لباس سوگواری در بر دارد نمی پسته که هرچند میگویند گویند خندان است ولی پوست کلوفت و دندان شکن است نمی و همچنین مقداری از تنقلات را هر کدام به عنوان و بهانی که تراشیده بودم گفتم نمیخواهم بلکه آن چیزی را می خواهم که ظاهرش پاک و نورانی است و باطنش سفید و فروزان است و با همه جوانی گرد حجب و حیا بر صورتش نشسته است و جامعه سپید افت و اسمت بر تن دارد و اگر نفهمیده ای می گویم تا بفهمی مقصودم گز اصفهان است افسوس که این کاغذ به دست مبصر یعنی آن کشیش سعبل معامله و دوجم افتاد و برای من یقین حاصل بود که مرا سخت تنبیه خواهد کرد و چقدر متعجب شدم وقتی که شنیدم در کلاس علم فساحت روتوریک که بالاتر از کلاسی بود که من در آنجا درس می‌خواندم معلم آن پیام مرا برای شاگردانش خوانده است و همه مقداری خندیدند و ابدا صحبت از مؤاخذه و تنبیه در میان نیامد اغلب در تکالیف انشا معلم من درباره من کلمه اوریژینال را استعمال میکرد. من یک کلمه را درست نفهمیده بودم و با مراجعه به کتاب لغت لاروس دستگیرم شد که با جنون و سادگی سر و کار دارد و خیلی اوقاتم تلق بود تا آنکه کم کم فهمیدم تعریف و تمجید است نه تکذیب و تقبیه لازاریست ها مدرسه ای داشتند در یکی از شهرهای شمالی فرانسه گویا در لیل. دلشان میخواست مرا به خرج خودشان به آن مدرسه بفرستند که در فن نویسندگی خودم را حاضر بسازم و بعدها در روزامی که به اسم لاکخوا صلیب داشتند و شاید هنوز هم دارند محرر بشوم. تقدیر طور دیگری خواست و حق با تقدیر بود در خاطر دارم روزی که موضوع تکلیف انشا این بود که دلتان میخواهد مثل کی بشوید چون کشیش های لازاریست خود را فرزندان مقدس ون ساندوپول فرانسوی که مؤسس طریقه های خیرات و مبرات مشهور است میدانند بسیاری از شاگردان جواب دادند دلمان میخواهد مثل او باشیم تنها من فضول جواب دادم دلم میخواهد مثل ولتر باشم و چون ولتر در نزد کشیشا و اصحاب مذهب کاتولیکی سخت منفور و مقبوز است این جواب من موجب سرزنشا و توبیخای رسمی و غیر رسمی بسیار گردید و حتی تهدید کردند که از مدرسه اخراجم سازند خودم من ولتر را خیلی کم می شناختم. ولی در خاطر داشتم وقتی در ایران بودم یکی از روزنامه های انتشار پاریس گویا لمتن مقاله در باب پدرم انتشار داده بود و عکس او را چاپ کرده بود و او را ولتر ایران خوانده بود و از همون وقت اسم ولتر به گوشم رسیده بود در همان مدرسه بودم که پدرم را در زندان بروجرد مسموم ساختند نامه ای از همان مدرسه به دستم رسید که در حبل المتین کلکته به چاپ رسیده است پدرم نوشته بود که مشغول خواندن ترجمه تلماک هستم و گمان می کنم پیش از آن که کتاب به پایان برسد عمر من به پایان رسیده باشد از بیروت پس از مسافرت و سیاحتی در مصر به فرانسه رفتم در قاهره با یک نفر از محترمین ایرانیان مقیم مصر آشنا شدم موسوم به حاج شیخ ابوالقاسم شیرازی که مغازه مهر و تسبیح فروشی در خان خلیلی داشت و به قدری از این پیرمرد با علم و تجربه که مقام اجتهاد داشت و می گفت با شیخ فضل الله نوری هم درس بوده است چیزهای عجیب از آزاد منشی و فهم و زوغ دیدم که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد و امو حسین علی در قصه ای که به این اسم چاپ رسیده است پرانتز اسم اصلی این قصه شاهکار بود ولی برای من ثابت شده که خوانندگان و مت و کتابخانه خودشان به بعضی قصه ها اسم هایی می دهند که به ذوق عمومی مردم نزدیکتر است و بعدها آن قصه ها به همان اسامی معروف می شوند چون که اخیرا نیز قصه شیخ و فاحشه معروف به معصوم شیرازی شده است و چه بهتر پرانتز بسته از بعضی جهات همان حاج شیخ شیرازی است که در واقع شرح زندگی اش شنیدنی است و باید مایه عبرت باشد تحصیلات حقوق را در شهر لوزان سوئیس شروع نمودم در سالی تحصیل که از هیچ جا پول نمی رسید و امیدی هم نداشتم که برسد از حیث معاشگاهی بسیار سخت می گذشت. اگر دوستانی نبودند که مرا با خود هم کیسه و هم کاسه می دانستند نمیدارم کارم به کجا کشیده بود یک شب که دیگر پیراهنم به قدری چرک شده بود که جرأت بیرون رفتن از منزل نداشتم و صاحبخانه هم دیگر سپرده بود که اقلم خوراکت را جای دیگر بخور و از گرسنگی تاب و توان برایم باقی نمانده بود یک نفر از دوستان توی پرانتز ابوالحسن حکیم برادر حکیم الملک که اینک در تهران زندگی می کند و آن وقت در لوزان محصل بود به دیدنم آمد. گفتم کاغذی به مادرم به تهران نوشتم و پول تمر ندارم و امیدوار بودم وجه مختصری به من خواهد داد و من به جای تمر با آن وجه قد انانی خواهم خرید. از قضا تمر با خود داشت و به قدری که برای کاغذم لازم بود تمر داد و رفت و من خجالت کشیدم حقیقت مطلب را به او بگویم. از دور گرسنگی خوابم نمیبرد صبر کردم تا تمام اهل خانه پانسیون به خواب رفتن خودم را به آشپزخانه انداختم و امید اینکه چیزی برای خوردن پیدا نمایم ظرف بزرگی پر از شیر بود گیلاسی پر کردم و هنوز جرعه ای ننوشیده بودم که دیدم کسی با انگشت به در آشپزخانه زند. خیلی ترسیدم گیلاس را زیر شیر به سرعت خالی کردم که وانمود کنم برای نوشیدن آب آمدهام وقتی در باز شد دیدم یک نفر از پانسیونر هاست. یک نفر فرانسوی ریشوی بود که ادعا داشت نویسنده است. فورا شستم خبردار شد که با دختر آشپز که رنگ و آبی داشت سر و کار دارد و به سراغ او آمده است. او هم از دیدن من تعجب کرد. گفتم سرم درد می کرد. آمدم قدری آب بنوشم. گفت من حب برای سردرد دارم و مرا به اتاق خود برد در آن نیمه شبی و شکم گرسنه دو سه تا حب درد سر با یک مقداری آب خوردم و به اتاق خود برگشتم. به زور درس دادم لغمنانی به دست می آوردم و گاهی هم نه درس پیدا می شد و نه نان و خدا تنها بزرگ بود. هر طور بود گذشت و به جهاتی که آن خود شنیدنی است و می توان در آن باب قصه خوبی نوشت از لوزان به دیژون پایتخت ایالت برگونگ در فرانسه افتادم. خلاصه قصه آن که در لوزان با دخترکی سوئیسی رفاقت به هم زده بودیم، خانواده مذهبی و بسیار سخت گیری داشت. از قسمت اووری سوئیس که به سرسختی سختی و خیرسری معروفن بود. از دو جانب به قدری بی و جوانی و خامی کردیم تا مچمان ما گیر آمد و پس از آنکه که دخترک بیچاره را آزار بسیار رساندند و از جمله به عنوان اینکه واگابونداژ یعنی ولگردی کرده توی پرانتز دو شب را در منزل من گذرانده بود پرانتز بسته دو سه روز هم در زندان تربیتی انداختم بالاخره او را از لوزان برای تحصیل به شهر دیژون فرستادند باز روزی فراران خود را به لوزان رسانید و میخواست در اتاق من پنهان بماند من خیلی نگران بودم و بنا را به فال گرفتن از حافظ گذاشتیم که او هم به او سرسپرده بود این غزل آمد ما آزمودیم در این شهر بخت خیش باید برون کشید از این ورت رخت خیش همان روز با دل خونین به دیجون برگشت چند روز بعد از ممتاز و سلطن سمت خان که وزیر مختار ایران در پاریس و سرپرست محسلین ایرانی بود شرحی رسید که لازم است فورا اسباب هایم را بسته و خود را به پاریس برسانم و بلیت خط آهن و قدری پول هم فرستاده بود. فورا به پاریس رفتم. گفت چنیدم به جای تحصیل با دخترها نشست و برخاست میکنی و وقتت را تلف میسازی. جای انکار نبود. دو سه قطعه عکس دخترهای ایرانی از کشوی میز خود بیرون آورد و گفت این دخترها از بستگان منند هر کدام را بخواهی برایت خواهم گرفت ولی اول باید تحصیلات خودت را به پایان برسانی حالا بین سه شهر از شهرهای فرانسه مخیری که برای ادامه تحصیلات حقوق به دانجا بروی بردو لیون دیژون معلوم است که دیژون را اختیار کردم خداگرز حکمت به بندت دری به رحمت گشایت در دیگری تصدیقنامه علم حقوق را از دیژون گرفتم در موقع جنگ اول که عده از هموطنان برای کارهای ملی در برلن جمع شده بودند با آنها بودم با آنکه از همه جوانتر بودم وقتی خواستند یک نفر را برای تبلیغات و تأسیس یک روزنامه به زبان فارسی به بغداد و از آنجا به کرمانشاه و ایران بفرستند و قرعه انداختند قرعه به اسم من درآمد و به اسم پیشقدم از راه اتریش و رومانی و بلغاری و ترکیه آزم بغداد شدم. بسیار مسافرت پرمشکلاتی شد. در استانبول به دست نظمیه در زندان افتادم. میگفتند اگر مسلمانی چرا گلاه فرنگی به سر داری و چرا ترکی حرف نمیزنی؟ وقتی با هزار زحمت میرزا تربیت برادر مرحوم میرزا محمد علی خان تربیت که آن وقت در استانبول کتاب فروشی داشت خودش رو به من رسانید و در نزد کمیسر مترجم شد رئیس کمیسری بلند شد و گفت اگر به این شخص دو سیلی بزنم خواهیدی چطور ترکی هم حرف خواهد زد. اگر راستی به این وسیله برایم ممکن می شد که زبان ترکی یاد بگیرم حرفی نداشتم. در بغداد عده دیگری از دوستان ایرانی من هم رسیدند که از آن جمله بودند آقایان استاد پور و حاج اسماعیل آقای امیر خیزی و کم کم به اسم رستاخیز به مدیری پور داوود از تبع بیرون آمد از بغداد به کرمانشاه رفتیم شانزده ماه در آنجا و در لورستان و اطراف مشغول کار بودیم مناسبات و روابطی که در آن موقع با ایلات و اشایر لور و کرد علل خصوص کاکاوند و کلهور و گوران و سنجابی پیدا شد خود میتواند موضوع کتابی بشود در کرمانشاه به اسم قشون نادری قشونی درست کردیم و مرا با لباس مبدل به تهران فرستادند که از آنجا برای این گوشن سرداری بیاورم. رؤسای حزب دموکرات از قبیل مرحوم سلیمان میرزا و مساوات و غیره مشکات نام برادر امیر حشمت را که حالا به اسم خانوادگی نیساری معروفند همراه من به کرمانشاه فرستادند. برای اینکه دشمنان و مخالفین خبردار نشوند شب با درشک راه میپیمودیم و دو نفر مجاهد نیز با ما همراه بودند. مسافرت مشکلی بود و هر طور بود منزل به منزل به مقصد رسیدیم. شرح اموریت من به ایل کاکاون به قصد همراه ساختن آنها با مقاصد ملیون بسیار شنیدنی است و در اینجا مورد ندارد. در همان موقع اشرف زاده از جوانان با فضل و وطن پرست و پرشور تبریز که در موقع آمدن روسا به تبریز و به داراویختن سقت اسلام و دیگران فرارن به فرنگستان رفته بود و از پاریس به برلن آمده جزو کمیته میلیون ایرانی بود با دو نفر از جوانان ایرانی دیگر از اعضای کمیته معمور بودند از راه بغداد و کرمانشاه خود را به شیراز برسانند از پا خریدند و شب محتابی بود که با دوستان آنها را بدرقه کردیم و به منزل برگشتیم ولی یکی دو ساعت بعد خبر رسید که در همان نزدیکی کرمانشاه مورد حمله دزدان واقع شده اند و اشرفزاده تیر خورده به قتل رسیده است جنازه را به شهر آورده با احترام در نزدیکی شهر به خاک سپردیم و ضمنا معلوم شد که قتل او به تحریک مخالفین بوده است که نمیخواستند چنین هیئتی به شیراز برسد وقتی من از کرمانشاه به همراهی ایلخانی نامی که مقیم شهر و با ایلات لور و کرد مناسبات خیشی و دوستی داشت به ایل کاکاوند رسیدم و پسر رئیس ایل خواست از خودشان را به من نشان بدهد با تعجب دیدم که اسب مرحوم اشرف زاده هم در میان آن اسبها بسته شده است و فهمیدم که قاتلین همین کاکاوندها بودهاند و شب خوشی را در آنجا نگذراندم و با آنکه به قید قسم قرآن قول دادند که با میلیون مساعدت نمایند خوب می دیدم که مقصودی جز پول گرفتن ندارند و خمیره آنها را با خیانت و قدر سرشتند و همینطور هم شد خلاصان که شانزده ماه تمام چکمه به پا و از شما چه پنهان پارابلوم به کمر در میان لورها و کورتا در رفت آمد مشغول عقد قرارداد و عهدنامه و قسمنامه بودیم فایده ای هم نبردیم و همین که قشون روس نزدیک شد همه فرارن باز به بغداد رفتیم و با نزدیک شدن انگلیس دسته دسته به جانب استانبول به راه افتادیم در اینجا نیست باز من اول ایرانی بودم که خود را به استانبول و از آنجا به برلن رساندم وقتی وارد برلن شدم دوستان روزنامه کاوه را علم کرده بودند و اولین مقاله‌ای که به قلم من در آن روزنامه انتشار یافت این عنوان را داشت وقتی ملتی اسیر می شود که بعد ترجمه آلمانی آن هم در روزنامه های آلمانی منتشر کردید قبل از حرکت از برلن هم برای روزنامه خاور که در استانبول به تب می رسید مقالاتی فرستادم و از آن جمله مقاله بود به عنوان تاریخ فردای ایران چند سال در حضور دوست اعز و مخدوم محترم حضرت آقای تقیزاده به کار انتشار روزنامه کابه مشغول بودیم و زمنان کتاب هم به تب می رسندیم. کتاب اول بنده گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران در آنجا به تب رسید. از اشخاص فاضل و محترم دیگر نیز در برلند با ما بودند که در اینجا آقایان میرزا محمدخان قزوینی و حاج میرزا فضل علی آقای مجتهد آذربایجانی و قنیزاده را نام میبرم. کم کم قرار گذاشتیم هفته یک شب را شبهای جمعه دور هم جمع بشویم و مقالاتی حاضر ساخته بخوانیم. وقتی نوبت به من رسید با بزاعت مزجاد قصه ای بنوان فارسی شکرست حاضر ساختم و سخت بیمناک بودم که در محضر اساتید محترم که همه دریای فضل و کمال بودم چنین قصه خامی مطبوع واقع نگردد و در نزد خود شرمنده بودم ولی مورد تشویق واقع گردیدم و مخصوصا مرحوم قزوینی که در این قبیل موارد از مبالغ هم رو گردان نبود به طوری مرا تشویق فرمود که نفس گرم و گیرای او هنوز هم پس از عمری کارگر است و به خوبی احساس می کنم که در کارهای ادبی امروز هم محرک واقعی من همان تشویق و تحریزهای های آن بزرگوار است که عموما نوشته های ناقابل مرا به دقت مطالعه میفرمودند و ایرات هایی که وارد می ساختند بلا استثنا قدری درست و محکم بود که قلبا مایه امتنان و افتخار من می گردید و در این زمینه از ایشان عجایبی دیدم که به معجز و کرامت بیشتر شباهت دارد تا به انتقاد و خورده گیری. روی هم رفته یقین است که اگر در کار قلم خدمتی به هموطنانم نمودم قسمت اعظم آن را مدیون و مرهون آن مرد دانشمند و نیکا و باذوق هستم و در مقام دوم باید حضرت آقای تقیزاده را اسم ببرم که ایشان نیز حق عظیمی به گردنم دارند و در بسیاری از امور ادبی و علمی استاد و مرشد من بوده وقتی قصه فارسی شکر است در روزنامه کابه به چاپ رسید مورد قبول عموم واقع گردید و از همان روز من قدم به میدان قصه سرایی نهادم و, و هنوز هم این جاده را به پایان نرساندم و آشکار است که وقتی به پایان خواهد رسید که عمرم به پایان برسد کم کم قصه هایی بر فارسی شکر است افسوده گردید و به صورت کتابی به اسم در دفتر یادداشت خود قطعاتی نوشته بودم که هنوز هم باقی است و به چاپ نرسیده است سوادم کم بود و به زور و زجر فارسی را می نوشتم وقتی در سقر سن از ایران بیرون آمده بودم در مدارس ایرانی فارسی را درست تدریس نمی کردن و فارسی من خیلی ضعیف بود ولی چون عشق داشتم خیلی می خاندم و مشق می کردم و کم کم قلمم به راه افتاده بود و اساسا شوقی به چیز نوشتن داشتم که دامنش تا دا به امروز هم کشیده شده است مقصود این است که بدون مقدمات و بدون استاد و بدون درس فارسی را کاملا نزد خودم و با وسایل معمولی یاد گرفتم و هنوز هم روز و شب به همین کار مشغولم. هر کتاب و مقاله‌ای که به زبان فارسی می‌خوانم، اصطلاحات و تعبیرات و حتی لغات و کلمات مداد به دست یادداشت‌ها برمیدارم و اغلب آنها را مرور می‌کنم. در خاطر دارم وقتی در برلن قصه می نوشتم در ضمن قصه ای احتیاج به تعبیری پیدا کرده بودم که می گویند کاشف که به عمل آمد میدانستم چنین تعبیری وجود دارد ولی کلمات آن درست به خاطرم نمی آمد. از هر کس پرسیدم جواب صحیحی نداد آقابت از راه اجبار مقصود را با کلمات دیگری بیان نموده و بر حسب معمول قصه را دادم که حضرت آقای قزوینی ملاحظه فرمایند وقتی ملاحظه فرمودند دیدم در حاشیه مرقوم داشتم که اینجا خوب است نوشته بودی کاشف که به عمل آمد به قدری تعجب کردم که حد و ندارد مقصود این است که به ضبط اصطلاحات و ضرب ها و تعبیرات دلبستگی مخصوص داشتم و دارم و اساس و بندی و شالوده زبان را همین اصطلاحات و ضرب ها میدانم وقتی روزنامه کابه به مناسبت مزایق مالی نتوانست دیگر انتشار یابد و حتی کتابی که به اسم تاریخ روابط روس و ایران به قلم من قطعه به قطعه در روزنامه کاوه به تب رسید ناتمام ماند برای تأمین معاش در سفارت ایران در برلن کاری پیدا شد و ضمنا محصلین ایرانی را نیز که به عده زیاد از وزارت های ایران به برلن فرستاده شده بودند به من سپردند و چندین سال عمرم به تربیت و رسیدگی به امور آنها گذشت و پشیمان نیستم کم کم اسبابی فراهم آمد و مجله‌ای به اسم علم و هنر تأسیس کردید که ادارهش با من بود و سردبیر آن نیز خودم بودم و مقدار زیادی از مقالات آن به قلم من است. در آنجا نیز چند قصه به تب رساندم از قبیله پلنگ و ناوپرست و دشمن خونی ولی این مجله هم دنبالی درازی پیدا نکرد. کم کم روزگار مرا به ژنو در سوئیس انداخت و در مؤسسه بین المللی کار مشغول کار شدم و هنوز هم که متجاوز از 20 سال از آن تاریخ میگذرد در همان اداره مشغول کارم. وقتی وارد این اداره شدم تنها یک پرونده در باب ایران موجود یافتم که مرحوم سلیمان میرزا مکتوبی به اداره کار نوشته و خبر داده بود که در دروازه قزوین اولین شرکت تعاونی به شکل مغازه ای افتتاح یافته و اطلاعاتی در باب اداره نمودن آن خواسته بود امروز ایران وزارت کار دارد شورای عالی کار دارد سازمان بیمه های کارگران دارد قانون کار دارد اتحادیه های کارگری دارد قانون بیمه دارد قسمت مهمی از کارگران مرتبا به کنفرانس های کارگری بین المللی نماینده میفرستند و در محیط ایران جای خود را باز کرده دارای حیثیت و اعتباری شده اند. البته به هیچ وجه ادعا ندارم که این کار را من از پیش بردم هاشا و کلا ولی شاید وجود من هم به قدر سر سوزنی در تحقق این امور بی اثر نبوده است و همین قدر مرا بس زمنان در کار نوشتن هم زیاد کوتاهی نکردم کتاب های قلتشن دیوان و راه آبنامه و قصه قصه ها و امو حسین قلی یا هفت قصه و صحرای محشر و دارالمجانین مجانین در همین ژنو نوشته شده است چند کتاب دیگر دارم که هنوز به طبع نرسیده است تلخوشیرین که مجموعه است از چند قصه آفاق و انفس که ترجمه چند قصه از زبانهای مختلف است سر و ته یک کرباس یا اسفهان نامه در دو جلد و امیدوارم اگر عمرم وفا کند کم کم به چاپ برسانم. در این زم چون در موقع مطالعه کتاب و مقالات یادداشتهای زیادی هم برداشته بودم مقداری از آنها به شکل کتابی به اسم هزار پیشه به تب رساندم یعنی هزار مطلب اختیار کردم که قسمت اول آنها به تب رسیده است و بقیه هم باید به طبع برسد و اینک مشغول جمعآوری و پاک نویسی هزار مطلب دیگر هستم سابقا دماغی داشتم و هر وقت کتاب فارسی خوبی مخصوصا قصه و رومان به دستم میافتاد به قصد تشویق نویسندگان مقالاتی در تقریز در روزنامه ها مخصوصا شفق سرخ و کوشش و ایران آزاد که این آخری عمر درازی پیدا نکرد به طبع میرساندم با صادق هدایت و حجازی و محمد مسعود میم دهاتی مناسباتی ممتد داشتم و دارم در آخر کتاب یکی بود یکی نبود مقداری از کلمات عوامانه را ملحق به کتاب ساخته بودم به نام تشویق دوستان و علل خصوص مرحوم پروفسور براون در جمع آوری این قبیل کلمات همیشه سایی بودم و اینک کتاب قطوری شده است که امیدوارم روزی به طبع برسانم مرحوم صادق هدایت در این کار خیلی به من کمک کرده است عقاید و نظرات خودم را در باب ادبیات و نصر فارسی مکرر گفته و نوشتهام و احتیاجی به تکرار ندارم معتقدم که باید کاری کرد که سرچشمه ذوق و فهم ایرانیان قوت بگیرد و نیرومند شود تا به خودی خود آنچه را که مطرود است رد کند و آنچه را که مقبول است بپذیرد زیاد از بابت اینکه مقدار کلمات ناسحیح را به زور وارد زبان فارسی ساختند قصه نمی مگر تمام کلمات زبانها درست است و اصل و ریشه صحیحی دارد. البته و صد البته باید نویسندگان حسابی حامی کلمات صحیح باشند و سعی داشته باشند به سایقه علم و ذوق خود کلمات خوب به میدان بیاورند تا مجالی برای کلمات سوست و ناسحیح باقی نماند ولی اگر کلمه ای رواز یافت و عمومیت پیدا کرد و طبع مردم آن را پذیرفت و در افاه و افتاد و سکه قبول نباید زیاد تعصب به خرج داد و تا روز قیامت استعمال آن را کفر شمرد زبان حالت رودخانه جوشانی را دارد باید سرچشمه آن پاک و قوی باشد تا اگر خاشاکی در آن وارد شود خود رودخانه به قوت و قدرت خود آن را از میان ببرد و معف سازد و این بسته به این است که جوانهای ما دارای افکار قوی و صحیح و تازه و جوان باشند و ذوق و فهم آنها از روی قواعد منطقی و عاقلانه و استوار ارتقا بیابد و خلاصه آن که مرد فکر خود باشند و بر اسب اعتقاد و ایمانی سوار باشند که در محیط و آب و هوای مملکت خودمان تربیت شده باشد و آب و علف جلگه های خودمان را خورده و نوشیده باشد مسلم است که دروازه های مملکت من را نمی توانیم به روی افکار جدید ببندیم و اگر ببندیم به خودمان و به مملکت من و به دنیا و به تمدن خیانت کرده ایم. ولی افکار دیگران را نیست از راه خامی و بلا تشخیص و تمیز پذیرفتن کار معقولی نیست و همانطور که وقتی از انگلستان پارچه وارد می کنیم نزد خیاط میبریم که مناسب قد و قامت و ذوق و سلیقه خودمان برای ما لباس بدوزد در مورد افکار جدید و قدیم بیگانگان باید آنهایی را بپذیریم که برای ما مناسب و به ترقی و پیشرفت و رفاه مادی و معنوی هموطنان مفید و مناسب باشد تا با اطلاع به احوال آب و خاکی و مردم خودمان آن افکار را در دیگ فکر و تجربه به طوری که قابل حزم باشد حاضر نساخته ایم به میدان نیاوریم و فکر مردم ساده را مشوش نسازیم. خلاصه آنکه چون خیلی عقب مانده ایم خیلی عاقلانه و با حزم و احتیاط و به قول فرنگی ها عمل کنیم که بیهوده وقت و انرژی صرف نشود. در باب شعر فارسی عقاید خودم را ضمن مقاله مفصلی اخیرا برای مجله سخن فرستادم که خلاصه آن را به چاپ رساندند ممکن است سواد آن را یا خود آن را از آن مجله خواسته مورد استفاده قرار داد الان به خاطر آمد که در همان اوقاتی که با میلیون ایرانی در برلم بودیم از طرف میلیون به کنگره سوسیالیست ها که در استوکلم تشکیل یافته بود فرستاده شدم و در آنجا به وسیله پیام مفصلی و مقالات در جراید بر ضد روس و انگلیس و اقدامات ناحق آنها در ایران اعتراضهای سخت نمودم چنانکه آقبت در اهدامی برس لیتوسک که بین آلمان و روسیه منعقد کردید بسیاری از تقاضاهای میلیون ایران مورد توجه قرار گرفت و به همین مناسبت ایرانیان با حضور ماجور محمد تقیخان که در خراسان بعدها به قتل رسید در برلن جشن بزرگی گرفتند. در مجله هم که به اسم فرنگستان محصلین ایرانی در برلن بیس و چند سال قبل انتشار میدادند مقالاتی دارم که عموما با امضاهای مستعار به تب رسیده است و از آن جمله مقاله است در باب آناتول فرانس و عمر خیام و مقاله دیگری به عنوان یک مشت شاهکار در مجلات ایران هم از قبیل مجله مهر و یغما سخن مقالات به قلم من انتشار یافته است به زبانهای انگلیسی و آلمانی و فرانسوی هم در مجلات فرنگستان مقالات در باب اوضاع ایران انتشار دادم که از آن جمله است مقاله مفصلی به عنوان اطلاعاتی در باب ساختمان اقتصادی و اجتماعی امروز ایران در دو شماره از مجله بین المللی کار منطبعی ژنو ای که به زبان انگلیسی در باب اوزای کشاورزی در ایران در مجله انگلیسی به تب رسیده اول من به فرانسه نوشتم و خود مجله به انگلیسی به ترجمه رسانده است چند بار از طرف دفتر بین‌المللی کار به مموریت های رسمی به ایران رفتم و یک بار هم به عراق و ترکیه در کتاب لغت بزرگ موسوم به انسیکلوپدیا بریتانیکا در مجله آمریکایی موسوم به میدلیز جورنال سپرینگ 1953 ولیوم 7 شماره 2 در واشنگتن به تب می رسد و در ملحقات ادبی روزنامه انگلیسی تایمز The Times Liberty Supplement Friday 12 12 1953 اطلاعی در باب ادبیات نصر معاصر فارسی و ضمناً در باب ذره بی مقدار آمده است. روزنامه ایران ما هم در شماری 21 شهریور 1321 در باب نویسندگان معاصر مقاله ای دارد و در بعض مطالبش ذکری هم از بنده شده است. اطلاعات هفتگی در اواخر سال 1325 هجری شمسی شمارش را به خاطرم نیست و همچنین مجله سبا شماره 21 اسفند 1325 مقالات مصوری در باب جمال زد منتشر ساخته است. قصه فارسی شکرست را به صورت تئاتر در تبریز بازی کردند. یکی دو قصه به ترجمه انگلیسی در ای که در هندوستان به چاپ رسیده است. ترجمه فرانسوی چند قصه از طرف سرکیسیان در پاورقی روزنامه ژورنال دو تهرام به تب رسیده است. در مقاله‌ای که به قلم آقای تغیزاده در مجله وزارت فرهنگ اسمش در خاطرم نیست که آقای نصرالله فلسفی مدیر آن بود به تب رسید و به حکم رضا شاه جمع آوری کردند هم مطالبی در باب راقم این سطور هست چه خوب میشد آن مقاله را امروز از نو چاپ می‌کردند چند سال است در دانشگاه ژنو معلم زبان فارسی هستم و مکرر در ژنو در باب ایران و ادبیات ایران و تصوف و غیره کنفرانس ها داده بعضی از عقایدم را در باب شعرای معاصر ایران در مقدمه‌ای که به کتاب سخنبران ایران در عصر حاضر به قلم محمد اسحاق جلد اول دهلی 1351 نوشته ام ام. در مسافرت اخیرم به ایران که مصادف شد با قتل رزمارا و نخست وزیر آقای علا آقای علا اصرار داشتند که به عنوان وزیر کار داخل دولت باشم متاسفانه نتوانستم بپذیرم و ترجیح دادم دنبالی کارهای بیریای خودم را بگیرم و حق با من بود در کتاب آقای سعید نفیسی که منتخباتی از نویسندگان معاصر است نیز مطالبی موجود است انتشار یکی بود یکی نبود در تهران موجب قوقا گردید و کتاب را سوزاندند و مرا تکفیر کردند مراجع شود به مقدمی کتاب امو حسین علی بوریس نیکیتایم مستشق روسی مقیم پاریس کنفرانس یا مقاله دارد به زبان فرانسه در باب احوال اجتماعی ایران بر طبق نویسندگان ایرانی معاصر ممکن است از او بخواهید و مورد استفاده قرار دهید مرد بسیار خوبی است برای شما خواهد فرستاد ممکن است به او بنویسید بدهد با ماشین بنویسید و مخارج آن را به عهده بگیرید مختصر خواهد بود در بیست مقاله قذبینی هم مطالبی یافت می شود شاهین سرکیسیان چهار قصه از قصه های یکی بود یکی نبود را خلاصه در جورنال دو تغام به ترجمه رسانده است قصه درد دل ملا قربان علی در شماره 21 دی 1328 شروع می شود و در پنج شماره ترجمه شده است قصه های دیگر را نمیدارم کدام ها هستند. آدرس آقای سرکیسیان را که مترجم قابلی هستند می توانید از جورنال دو تقام به دست بیاورید و تحقیق بنمایید. در ماه دهم سال 1316 هجری شمسی قصه فارسی شکرست به صورت قطعه تیاتر به رژیسوری آقای فریور نازم دبیرستان فردوسی در تبریز دانش نمایش دادند. در موقع جشن 700 سال تعلیف گلستان و طبق روزنامه ایران منطبعه تهران شماره 3 بهمن 1316 قصه ویلان و دوله به زبان آلمانی در تاریخ 9 اکتبر 1951 ترجمه پروفسور دکتر کارل اتریشی در رادیوی وینه خوانده شد فارسی شکر است در شماره که دوره جدید کاوه منطبعه برلن در شماره قرره جمادی الاول 1339 یا زی جامعه 1921 به چاپ رسیده است. مقالی مشتی شاهکار در مجله فرنگستان منطبعی برلم در شماره 11 و 12 سال اول مارس و آوریل 1925 به چاپ رسیده است. دکتر یارشاتر از محررین مجله سخن در مجله از مجلات انگلستان مقالی در باب ادبیات معاصر ایران دارد و در آنجا نیز مطالبی در باب مخلص آورده ان اسم مجله از خاطرم رفته است. مقاله در باب زیبا اثر حجازی و تفریحات شب اثر میم دهاتی محمد مسعود در کوشش منطبعی تهران شماره 15 اسفند 1111 شروع شده است مقاله به عنوان اخلاق، کتاب، زبان در مجله تعلیم و تربیت منطبعی تهران شماره دوم آردی 1313 مقاله در باب کتاب نویسنده آلمانی روماک به عنوان در غرب خبری نیست که به فارسی ترجمه شده است در ایران آزاد منطبعی تهران شماره 18 شعبان 1150 چند مقالات انتقادی و از آن جمله مقالی به عنوان دستور شهامت در باب کتاب دلیران تنگستانی به قلم حسین روک زاده آدمیت مقاله در روزنامه کوشش منطبعی تهران شماره 19 اسفند 1310 به چاپ رسیده است در آخر مقاله شرحی هست در باب تکلیف نویسندگان ما از جمله کارهای دیگر جمالزاده که هم جمعآوری پندهای سعدی است که به اسم گلستان نیکبختی و پند نامه سعدی به مناسبت جشن 700 ساله تعلیف گلستان در سال 1317 در تهران به چاپ رسیده است مرحوم میرزا محمدخان قزوینی در ضمن مراسله که در 8 نوامبر 1925 از پاریس به برلند در باب کتاب تاریخ روابط روس و ایران مرقوم داشتند چنین نوشتهاند. راستی آقای جمالزاده عجب فاضل مدققی با روح اروپایی عذاب در آمده است هیچ کس گمان نمی کرد که این جوان کم سن با این کوچکی جسه اینقدر مملو و سرشار و لبریز از هوش و دقت و روح نقادی نق به طرز اروپایی باشد این روزها در ابن ابی اسیبه امی خواندم در شرح زندگی خود میگوید در مصر یا شام خدمت قاضی فاضل منشی معروف صلاح دین ایوبی رسیدم دیدم شخصی بسیار لاغر و صغیر و جسه به طوری که گویی تمام بدنش روح بود خیلی از این مضمون بدی خوشم آمد و بی اختیار به یاد آقای جمالزاده افتادم واقع گویا تمام بدن و جسه او روح است که این همه هوش و دقت و سلامت ذوق دارد یادگارهای دوره تحصیل در سن چهار سالگی در اصفهان نزد زن داییم آمن بیگم که زن مؤمن و باسوادی بود الف را یاد گرفتم این زن را که در آن زمان هنوز هم آتش را با سنگ چخماق روشن می کرد، در حدود چهل سال بعد در طی یکی از مسافرت هایم به اصفهان دیدم و لذت فراوان بردم که مزهش هنوز زیر دندانم است تفصیل این ملاقات را در سر و کرباس جلد اول صفحه 41 به بعد آورده و شاید به خواندنش بیارزد. در همان اصفهان وقتی الف با و ابجد و حوز را یاد گرفتم در محله نو به مکتب آخوندی به نام پسر ملا علی اصغر رفتم و در آنجا پنجله یعنی ام جز تهرانی ها خان شدم قبل از آن که به الف الف آ به الف با برسم چند روزی گرفتار بلا و مصیبت هو الفتاح العلیم و بس مبارک با بچه فر هما اول کارها به نام خدا بودن. حالا درست یادم نیست که آیا اول الف الف آ را به ما موختند؟ یا الف هیچی ندارد به یکی به زیر دارد ت دو تا بالا دارد قاف سر گندلی دارد الخ را و باز در خاطرم نیست که مد را بکشم جزم را برهم بزنم تشدید را سخت بگویم الف همزه را به جای الف بشناسم و اگر نشناسم صد تا چوب کف دستی و کف پایی بخورم تا بشناسم را با رعایت کدام مراتب از تقدم و می آموختیم خوانندگان بهتر از تفصیل این قضایی را که همه مربوط به تعلیم و تربیت در آن زمان است در همان سر و تهیه کرباس جلد اول صفحه 49 به بعد مطالعه فرمایند در مکتب پسر ملالی اصغر که از حیث صورت و سیرت درست از رق شامی را به خاطر می در همان روز اول بدون استحقاق دو پای ذریت رسول به فلکه رفت و لحاظا مادرم مرا به مکتب دیگری سپرد که در یکی از بالاخانه های مسجد سید در محله بیداباد واقع بود و تعلق داشت به آخوند ملا ممتقی در آنجا نیز ملا نشدم و همانجا بود که روزی چیزی نمانده بود که مزه آن چیز پلید و نجسی را که بعدها در دوره زندگانی مکرر اخلاقا چشیدم درست حسابی با لب و دهان بچشم در آنجا هم بند نشدم و مرا به مکتب دیگری که در یکی از بالاخانه های مسجد علی قلی آقا در محله میرزاها در نزدیکی قبرستان آب پخشان بود بردند اسم آخوند تازه مله تاهر بود و داستان او را با برادرش ملا باقر و بلایی که به سر من آمد در همان سر و کرباس نقل کردم در این مکتب هم ماندگار نشدم در آن اوقات پدرم مدام از ترس زل و سلطان و حاکم شهر و آقا نجفی ملا محمد تقی ملای شهر از اصفهان فراری بود مادرم مرا در راست بازار بیداباد نزد میرزا حسن صحاف که کتابهای پدرم را صحافی میکرد به شاگردی گذاشت که درسم هم بدهد تازه آنجا معنی خواندن و نوشتن را تا حدی فهمیدم و کم و بیش دستگیرم شد که منظور از یاد گرفتن این علامت های کز و معوجی که به نام حروف و حرکات چون کرم زیانکاری از اول دوره کودک به مغز و ریشه عمر اطفال معصومی افتند و تا دم مرگ شیره جانشان را میمکن چیست؟ همین که در نزد صحاف کور سوادی پیدا کردم به مدرسه آخوندها و طلاب علم که در دهنه همان بازار بیداباد در کنار نهر معروف به ماری بابا حسن ماری در زبان اسفانی به معنی رود و نهر است واقع بود رفتیم اما مه به سرم گذاشتند و با همه سقر سن به صورت طلاب علوم دینیه درآمدم اسم آخوندمان حاجی آخوند بود و بی مقدم صرف و نحو عربی با کتاب جامع المقدمات شروع کردید و چندین روز طول کشید تا فهمیدیم چرا بدان گفت و بخان نگفت و چرا بدان گفت و اعلم نگفت در آن زمان بیشتر از ده سال نداشتم و با وجود این اسمم را رجعیل که مسقر رجل است گذاشته بودند حاجی آخوند مرد با سواد و با فهمی بود و خواندن و نوشتن را آنجا یاد گرفتم به طوری که می توانستم با دیکته مادرم برای پدرم کاغذ بنویسم. در همان اوقات به دستیاری دو نفر از اشخاص نسبتا روشن و ترقی میرزا علی خان و حاجی جواد سر مدرسه ای به طرز جدید باز شد. این مدرسه که در محله پشت بارو در نزدیکی خرابه های وحشت افزای چملون واقع بود با مکتب های معمولی فرقی که داشت این بود که فرش داشت و شاگردان مجبور نبودند هر یک قطعه جل و فرشی برای خود بیاورند و پاکیزه و روشنتر بود و معلم منحصر به فرد که مرد معممی بود قدری هم حساب و انگلیسی می دانست. افسوس که این مدرسه عمر بسیار کوتاهی داشت بدین معنی که روزی مؤمنین معمم مؤمن و مکلا ریختند و مدرسه را در و تخته کردند و حاجی جواد را بردن در مسجد شاه به امر آقا نجفی حد شرعی در حقش جاری ساختم و میرزا علی خان فراری و متواری گردید و باز سر من بیکلاه ماند قبل از آن هم سید علی نقی خان نام که در نظام اسفان سرهنگ با پدرم دوستی داشت نیز مدرسه ای به طرز جدید باز کرده بود ولی باز طلاب علوم دینیه به امر ملا ریخته بودم. در و پنجره را در هم شکسته و معلم و شاگرد را مزروب ساخته بودند مدرسه بسته شده بود پدرم در این باب مقاله مفصلی داستان به امضای هفتاد اصفهانی، چهار به حساب ابجد جمال می شود در حبل المتین کلکته به چاپ که ماده دشمنی آخوندهای اصفهان را نسبت به او قلیزتر کرد چندی بیکار و بیکتاب و بی مدرسه در کوچه های شهر پرسه می زدم تا آنکه خبر به گوش مادرم رسید که در محله ششان شه شهان شاه شاهان سید باسواد و انگلیسیدانی به اسم سید میر علی نقی خانه مسکونی خود را به صورت مدرسه ای آورده است و شاگرد قبول می کند مرا به او سپردند و چون او از منزل ما کوچه سوزنزنها در بین پشت بارو و بیداباد خیلی دور بود هر روز خوراک خود را مانند ده از شاگردان مدرسه در دست مالی صفر مانند به اسم چاشنی بند با کتاب و دفتر و قلمدان و دوات کاشی به مدرسه می و همانجا می خوردم. افسوس که هجوم و حمله تأثبامیز دستار به سرها عمر این مدرسه را نیز کوتاه ساخت و نگذاشت که من بیش از چند صفحه از گلستان شیخ سعدی را از بر نمایم از اصفهان در موقع بابیکشی یعنی در سال 1321 هجری قمری با خانواده بنهکن از اصفهان شبانه فرار کردیم و راه تهران را در پیش گرفتیم تا به پدرم که از تبریز به دانجا آمده بود ملحق شویم در تهران پدرم مرا به مدرسه سروت گذاشت. این مدرسه چندین بار تغییر محل داد. اول در پشت بازار کفش دوزها در باقی که تعلق به خازان ملک داشت و در جنب حمامی به نام حمام خازان ملک و دکان کبابی معروفی رستم کبابی در نزدیک های بازار پاچنار واقع بود رفتم. چندی بعد به کوچه دیگری در همان اطراف در نزدیکی تکی منوچرخان و شیشگرخانه در خانه یک نفر صراف ترک که دو پسرش به اسم محمود آقا و احمد آقا هم در همان مدرسه درس میخواندند نقل مکان کردیم در اینجا سه تن از اشخاصی که بعدها هر یک دارای نام و شهرت گردیدند تدریس میکردند از این قرار که مرحوم سلیمان میرزا که گویا بعدها دارای نام خانوادگی اسکندری گردید معلم ریاضی و جغرافیا و شیخ بروجردی که بعدا به اسم خانوادگی عبدو معروف کردید و محتاج به معرفی نیست عربی و میرزا عباس خولی خان به اسم خانوادگی قریب خوانده شد معروف به مسیو عباس خان معلم فرانسه بودند و هر سه از اساتید محترم و اشخاص مهذب و مبرز پایتخت به شمار می آمدند. پس از چندی مدرسه ثروت باز تغییر محل داد و در آخر بازار کفش دوست در جنب خانه شاهزاده عبدالصمد میزای ازد دوله و در جنب سرای امیر به منزل جدیدی رفت ولی من دیگر آن وقت در آن مدرسه نبودم. در مدرسه سروت کتابی که برای درس داشتیم عبارت بود از جغرافی های محمد صفی خان، هندسه علی خان، مارگو برای فرانسه و کتاب دیگری به اسم متود که گویا از تعلیفات عباس قلی خان من بود. هیچ در خاطر ندارم که آیا در مدرسه فارسی هم درس میدادند یا نه. درس عربی را همون کتاب جامع میخواندیم که حتی کتابی هم در باب منطق داشت ولی عقلم به دانجه ها قد نمیداد. روزی پسرم خیال کرد که پسرش در مدرسه سروت فارغ و تحصیل شده است و مرا به مدرسه ادب از موسسات مرحوم حاجی میرزا یحیا دولت آبادی توی پرانتز مؤسسه سادات هم از موسسات آن مرد وطنخواه و معارف پرور بود پرانتز بسته در محله امامزاده یحیی گذاشت راه خیلی دور بود و هر روز بایستی چهار بار آن راه را از محله سید ناصرالدین خیابان خیام کنونی تا نزدیک های ایستگاه خط آهن شاه عبدالعظیم پیاده دوان دوان بپیمایم. پیمایم کتاب ها همان کتاب های مدرسه سروت با اندکی تفاوت بود و در این مدرسه درس قرائت هم داشتیم که بلای جان من بود و هرگز نتوانستم تلفظ زاد را از زا تشخیص بدهم. معلم فرانسه مدرسه پروفسور حبیب شهاب بود که از بیروت برگشته بود و گوشش کر بود. می گفتند خود را به کری می و گویا حقیقت هم داشت. چون آقبت روزی با های پر از نقل و شکرپنیر خندان و زوغ کنن آمد که به روزخانی سادات اخوی رفته است و خواب دیده است و حضرت آب دهان خود را در گوشش کرده است و مثل سابق گوشش می شنود. او با گوش کر به ما درس میداد و فابل های لافوندن را میداد که از بر بکنیم و ما نیز به جان خودش که خوب از بر کردیم و پس میدادیم در مدرسه ادب بعد از ظهرها به صدای اذان محسن خان قجر که صدای خوبی داشت شاگردها نماز جماعت میخواندند و من بچه سید معمم هم پیش نماز بودم. در موقع امتحان آخر سال نظم دوله که وزیر معارف بود شخصا در مجالس امتحان حاضر می و چون پدرم بالای منبر توی کوک تقویم او رفته بود نظر خوبی در حق من نداشت و خوب به خاطر دارم که روزی گفت چطور از پدری که منکر علم و دانش است پسرش را به مدرسه فرستاده است در همان اوقات دولت ایران چند نفر معلم فرانسوی برای مدرسه دارالفنون استخدام نموده بود و چون معلوم شد که به قدر کافی شاگردانی که از عهده فهمیدن درس و زبان آنان برایند در تهران وجود ندارد و کلاسای درس آنان گیاهشناسی و حیوانشناسی و شیمی و غیره تقریبا خالی مانده بود وزارت معارف امروزه وزارت فرهنگ ادهی از شاگردان چند مدرسه دیگری را که در تهران وجود داشت از قبیل رشدیه، علمیه، آلیانس، اقدسیه، سیاسی، سادات، اسلامی، ادب و سروت تا جه که در خاطر است دستچین کرد و به دارالفنون فرستاد و من نیز از آن جمله بودم درس این پروفسورها به زبان فرانسه بود و اصلا و ابدا نمیفهمیدیم و تصور میکنم اگر به فارسی هم بود باز سر در نمی آوردیم و لحاظا میرزا محمد علی خان فروغی و برادرش میرزا ابوالحسن خان که فرانسه می دانستند سمت مترجمی یافتند و شبها درس را در نزد اساتید فرانسوی حاضر میکردند و روسا به ما پس می دادند. پرانتز با حضور استادها که اول به فرانسه بیان میکردند و با گشت روی تخت سیا تصویر میکشیدند. و سپس مترجمه به فارسی ترجمه می کردند و شاگردها یادداشت یاد داشت بر می داشتن و یا وانمود می کردند که یادداشت داشت بر می دارن. پرانتز بسته من بچه بس سید معمم ناباله سر درس علم استئولوژی یعنی شناسی هم حاضر می شدم و استخوانم نرم می شد و به خاطر دارم که با چند نفر از رفقا از قلعه کبراک دخمه زرتشتیان و در بیرون دروازه شاه عبدالعظیم دست چپ واقع بود با تمهیداتی یک جمجمه به دست آورده بودیم و با نخود خام سوراخ و سقبه های آن را پر کردیم و بعد آب در آن وارد ساختیم تا نخودها باد کرد و استخوانهای جمجمه را هم ترکانید و ما توانستیم درس خود را استخوان به دست یاد بگیریم در دارالفنون معلم دیگری هم داشتیم از قبیل اسدالله خان توی پرانتز معروف به آلو برای هندسه و مزین الدوله برای درس شیمی و مسیو شار برای فرانسه و یک نفر فرانسوی دیگر غیر از مسیو بارناود که میگفتند معلم احمد میرزای ولیعهد است برای فرانسه که تلماک درس میداد خدایی شد که دامنی انقلاب و قوقای مشروفیت بالا کشید و پدرم در هجری قمری مرا برای تحصیل به بیروت فرستاد و گریبانم را از مشقت آن نوع تحصیل بی حاصل خلاصی بخشید. اینجا نگفته که چه سال هجری قمری. در بیروت چون فرانسه به قدر کافی نمیدانستم از عهده مدرسه لایک که در خود شهر بود بر نیامدم و مرحوم دکتر مهدی ملکزاده خداوند قریق رحمتش فرماید که خیلی حق به گردن ما دارد. که تب تحصیل می کرد و سرپرست من شده بود مرا بعد از تعطیل تابستان به مدرسه شبانه روزی که به دست کشیش های لازاریست اداره میشد شد فرستاد سبانه ی زندگی شر احوال هر آدمی به اعتبار کارش و نتیجه ای که از کارش حاصل کرده است میتواند تواند حائز اهمیتی باشد کار من نویسندگی است و عموماً نتیجه فکرم در کتابهایم و مقالاتم به چاپ رسیده است و مقداری از هموطنانم خانده هم و آنهایی هم که نخانده هم و علاقه ای دارند می توانند به آسانی به دست بیاورند و بخوانند. علال خصوص که خودم هرچی در کتابهایم توی پرانتز به خصوص در قسمت اول از جلد اول سراته یک کرباس پرانتز بسته و چه در مقالات متعدد شمی از وقایع زندگانی هم را که پنداشتم گفتنیست برشته تحریر در و عموماً به چاپ هم رسیده است. در سه کتاب زیل هم باز میتوان قسمتی از سوانه زندگی و کارم را به دست آورد. یک سرگذشت و کار جمالزاده به قلم مهرداد مهرین تهران کانون معرفت 1342 دو جمالزاده و افکار او به قلم مهرداد مهرین تهران مؤسسه انتشارات آسیا 1342 سه موضوع داستان نویسی جمالزاده به قلم آلاپ ترک دانشمند ترک توی پرانتز پایان نامی برای دریافت درجه دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران که به راهنمایی استاد ارجمند آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در اول بهمن 1351 پس از قبول تصویب استادان امتحان کننده در دو جلد به قطع خشتی با ماشین تحریر نوشته شده است مجموعا مشتمل بر 981 صفحه که هنوز به چاپ نرسیده است و امید است که با یاری دوستان صدیق روزی به چاپ برسد پرانتز بسته گذشته از این سه کتاب پرانتز و گذشت از آنچه به زبانهای دیگر درباره زندگی و کار جمالزاده نوشته شده و به چاپ رسیده است پرانتز بسته جمالزاده نظر اساسی خود را درباره طریقه نویسندگی و داستانسرایی در تحت همین عنوان به صورت کتابی درآورده است که از طرف دانشگاه پهلوی در شیراز در سال 1345 به چاپ رسیده است. پس گمان می رود که به قدر کافی درباره زندگانی آقای جمالزاده اسناد چاپ شده و انتشار یافته موجود باشد که تکرارش در اینجا ضرورتی نداشته باشد. فرست آثارم در کتاب هایی که در آغاز این مقاله نام برده ام مستور است. تکرارش را فایده ای ندیدم به خصوص که شاید چون نسبتا مفصل است باز صفحاتی از مجله را بی جهت مشغول دارد ولی لازم است تذکر داده شود که آثار مسورت الاسامی زیل در جایی هنوز به ثبت نرسیده است. قنبرالی جوانمرد شیراز به ترجمه از فرانسوی و از گوینو کانون معرفت تهران 1352 قصه کوتاه برای بچه های ریشدار مجموعی داستان ها کانون معرفت تهران 52 هزار دستان دو جلد یک هزار مطلب گوناگون جدید تاریخ و ادبی و غیره که همین ایام در تهران کانون معرفت انتشار خواهد یافت جنگ ترکمن به ترجمه از فرانسوی و از گوبینو که در دست تهیه است و به زودی چاپ خواهد گردید اسفهان گفتگوی خانواده ای درباره اسفهان بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران 52 اما درباره زندگانی هم پاره ای رخ داده است که شاید زیاد با نویسندگی هم سر و کار نداشته باشد اما چون به کلی خالی از فایده نیست چند فقره از آن وقایع را به عرض می رساند تا اقلا اندازه ای تفریح خاطر خوانندگان را فراهم سازد رساله رؤیای صادقه در قسمت های اول از نخستین جلد کتاب یک کرباس از پدرم سید جمالالدین واعظ معروف به اصفهانی توی پرانتز که پس از تو بستن به مجلس شورای ملی به حکم محمد علی شاه قاجار در بروژر به شهادت رسید و در همانجا مدفون است پرانتز بسته سخن به میان آمده است در آنجا میخوانیم که سید جمالالدین توی پرانتز گویا با چند تن از دوستان و همفکران نزدیک خود از آن جمله میرزا الله بهشتی ملک المتکلمین شهید نامدار مشروطیت و آزادی پرانتز بسته محرمانه در حدود 75 سال پیش از نوشتن این کتاب در اصفهان رسالی با عنوان نقل از روزنامه قیبی رویای صادقه نوشته بودند که در همان اوقات مخفیانه به چاپ رسیده بوده است و نسخه هایی از آن برای شاه و وزرا و از آن جمله برای شاهزاده قاجار مسعود میرزای زل و سلطان، پسر ناصر شاه که حکومت اسوان را داشت و نمونه کامل استبداد و خودکامی و اجحاف و ستمگری بود فرستاده شده بود. در سرطه یک کرباس با تفصیل بیشتری از این رساله سخن رفته است. توی پرانتز و حتی قسمت های مختصری از آن هم در آن کتاب نقل شده است پرانتز بسته و در آنجا میخوانیم که چون سید جمال واعظ از اصفهان که محل سکنای او و خانوادهش بود فراری و در صدد مراجعت بوده است در همان ایام به اقوای ملای بزرگ و مستبد شهر موسوم به ملا محمد تقی معروف به آقا نجفی بابی کشید در آن شهر شروع می گردد و به همسر سید که از اهالی اصفهان بود توی پرانتز مادر راقم این سطور پرانتز بسته از محل موثقی خبر می رسد که شاهزاده زل و سلطان در مجلس عمومی قیچی قلمدان توی پرانتز یعنی قیچی بسیار تیز و باریکی که در قلمدان جا دارد برای بریدن کاغذ و پاکت پرانتز بسته به دست در حال خشم و غضب صریحا می است که منتظرم این سید ناسید وارد اصفهان بشه تا با همین قیچی گوشت بدنش رو تیکه تیکه کنم بدیهی است که با این مقدمات که مادرم توانست مخفیانه به گوش او برساند پدرم به اسفان برنگشت و من و مادرم و بچه های دیگرش شبانه با دلیجان به طرف تهران فراری شدیم و دیگر هرگز پای پدرم به اسفهان نرسید شرح این بابیکشی را در سر و کرباس آورده هم و از وقایع بسیار تأثرانگیز تاریخ کشور ما در قرن چهاردهم هجری قمری است و چنان که از اشخاص با اطلاعی مسموع گردید در آن قوقا که مکرر در نقاط مختلف خاک ایران رخ داد روی هم رفته در حدود هشتاد نفر از هموطنان ما به اسم بابیگری و یا به چنین بحانه ای به هلاکت رسیدن و با نهایت تأصف و تأثیر باید تصدیق نمود که به حکم کتاب آسمانی ما مسلمانان ابه تو بعض کمل بعض ادوا نظایر این فجایه و چه بسا به مراتب از آن فجیعی تر در صفحات تاریخ بسیاری از کشورهای دیگر و حتی کشورهایی که ما آنها را متمدن میخوانیم رخ داده است و هنوز هم گاهی رخ می دهد. به نظر می رسه هشتاد نفر اشتباس باید بیشتر بوده باشه. حکم و فرمان روایان در یک طرف و بعضی آخوندهای از خدا بی خبر و جاه طلب و سروت پرست از طرف دیگر برای مقاصد سوء شخصی به اقراز و امراز آلوده اشخاص بیگناه محترم را به اسم بابیگری و کافری و زندقه و ارتداد در روز روشن و در مقابل چشم مردم ساده دل و بیخبر به صورتهای بسیار فجیعی به قتل میرسانیدند و مال آنها را قصب میکردند و ناله ستم دیدگان به گوش هیچ داور و دادگری نمیرسید درباره مظالم زل و سلطان که به قول اسفهانی های آن زمان فقط اندکی از ناصر دینشا کوچکتر بود خیلی چیزها گفته و نوشته هم و حتی اوراق بسیار به چاپ رسیده است زیرنویس از آن جمله از کتاب زل و سلطان به قلم آقای حسین سعادت نوری از انتشارات مجله وحید و مقاله ای به قلم آقای محمد اسماعیل وطنپرست در تحت عنوان چهره تاریک و سیمای روشن زل و سلطان در آینه تاریخ در مجله پست ایران منطبعه تهران شماره شماره را اوائل 1352 هجری شمسی دنبالی مد و گمان می رود آنچه معلوم است تنها قسمتی از مظالم بسیاری است که یا مجهول مانده و فراموش شده است و یا کسی در صدد جمع آوری و ثبت و ضبط آنها بر نیامده است از جمله مظالم این شاهزاده مطالبی است که پروفسور براون در کتاب انقلاب ایران نقل کرده است و راقم این سطور به گوش خود از زبان شادروان حسین خان نواب شنید که وی را بازل و سلطان در قمارخانه کازینو بسیار معروفی در مونت کارلو در موناکو ملاقاتی دست داده بوده است و زل و سلطان از دست پروفسور براون سخت شاکی بوده و از آن جمله گفته بوده است که من معترفم که کارهای بد بسیار مرتکب شدم و حتی بچه های شیر خاره را کشتم و پستان زنان را بریده و سوزاندم و کسان بسیاری را به تناب انداختم ولی این اعمالی را که این انگلیسی پدر سوخته به من نسبت داده است و در کتابش نقل کرده است مرتکب نشده هم. مظالم و فجایع اعمال شاهزادگان قاجار و حکام و بزرگان آن دوره به قدری زیاد است که گفتنی نیست راقم این سطور خوب به خاطر دارم که روزی پدرم که با ملک المتکلمین از عهد جوانی در اصفهان با هم همکار و دوست و رایگان بودند توی پرانتز پدرم او را میرزا نصرالله میخواند و او پدرم را سید جمال خطاب میکرد پرانتز بسته بعدها هنگامی که با هم در تهران صاحب شهرت شده بودند روزی در یک مجلس خصوصی پدرم او مخاطب ساخته گفت میرزا نصرالله تو تا همین اواخر با شاهزاده سالار و دوله پسر مزفر دینشاد دوست شده بودی و در دستگاه و او در واقع ندیم او بودی و از قرار معلوم طرف توجه و الطاف او بودی چه شد که ناگهان از او جدا شدی و به تهران آمدی ملک متکلمین در جواب گفت که درست است که شاهزاده نسبت به من محبت و علاقه ابراز می داشت ولی یک روز که در باغ او توی پرانتز گوی ملک فرمود در لورستان یا کردستان و درست در خاطرم باقی نمانده است پرانتز بسته با چند نفر دیگر مشغول گردش بودیم به یک باغبان پیری رسیدیم که دیگه بزرگی را روی آتش گذاشته و به کارش مشغول بود همین که چشمش به شاه افتاد جلو دوید و تعظیم کرد و بنای دعا را گذاشت که قربانت بروم جان خودم و فرزندانم به قربانت شاهزاده پرسید مشغول چه کاری هستید گفت قربانت کردم دارم گلاب میگیرم جانم به فدایت شاهزاده با حال تعرض گفت ای پیرمرد چرا این همه دروغ به هم میبافی و این همه تملق میگویی پیرمرد گفت خدا گواه هست که هرچه میگویم عین راستی است شاهزاده گفت پس هرچه بگویم اطاعت میکنی گفت با جان و دل اطاعت میکنم شاهزاده گفت دو دستت را همین الان در همین دیگ داخل کن و از این گلاب به صورتت بزن پیرمرد خیال کرد شاهزاده شوخی دارد ولی چون دید که شاهزاده اصرار دارد و میگوید اگر فورا اطاعت نکنی میگویم میرغضب بیاید و همینجا سرت را از بدنت جدا کند از راه اضطرار دو دستش را در دی کرد و فریادش بلند شد و از حال رفت و به چشم خودمان دیدیم که گوشت و پوست هر دو دستش لهیده و حلوا شده و از استخوان جدا گردیده بود ملک المتکلمین فرمود دیگر دلم گواهی نداد که با چنین آدمی زندگی کنم و به هر ترتیبی بود بهانه ای جستم و از او جدا شدم پدرم هم به نوبت خود یکی دو داستان از همین نوع در همان مجلس حکایت کرد که گفتن ندارد و نقلش سخن را به درازا میکشاند. موقعی که طفل بودم و هنوز از ایران به عزم تحصیل پدرم مرا به بیروت نفرستاده بود حرکت من به بیروت در بهار 1326 هجری قمری مطابق با آوریل 1908 میلادی اتفاق افتاد میشه معادل 1287 شمسی پرانتز بسته و با کسانم در تهران زندگی میکردیم پدرم که خیلی از صحبتها رو با من که فرزند ارشدش بودم توی پرانتز پیش از من دارای دو پسر شده بود که هر دو درگذشته بودند پرانتز بسته و مرا مملی محمد علی میخواند در میان میگذاشت روزی به من گفت که موقعی که هنوز در اصفهان بودیم رساله‌ای به اسم رؤیای صادقه نوشتیم درباره مظالم زل و سلطان و ملاهای اصفهان و نسخه ای از آن را محرمانه به پترزبورگ پایتخت روسیه فرستادیم و در آنجا به خط فارسی به چاپ رسید و با دستیاری مشیر و دوله هشتاد نسخه از آن برای شاه و وزرا و اعیان و زل و سلطان و مله های بزرگ فرستاده شد. بعدها پس از مشروطیت رساله رؤیای صادقه که شاید بتوان آن را اولین اثر یا یکی از اولین آثار پنهانی آزادی خواهی و مبارزه با استبداد و فساد در ایران به شما را ورد مکرر چه در خود ایران و چه در خارج ایران مخصوصا باکو به چاپ رسیده و از آن جمله وحید دستگردی مدیر نامدار مجله ارمغان تمام متن آن را در چند شماره از آن مجله منتشر ساخت قسمت اول در شماره اول از سال چهاردهم فروردین 1312 هجری شمسی در صفحات 17 تا 23 نقل شده است با مقدمه کوتاهی به قلم خود وحید دستگردی که متن آن از این قرار است مقدمه وحید تقریبا چهل پنجاه سال پیش از این انگاه که استبداد مسعود میرزای زل و سلطان به دستیاری روحانی و عالم نمایان اسفهان آتش بیداد برف روخته و خرمن هستی ملک و ملت را میسوخت و دادرس نبود و احدی قدرت تکلم و سوال و جواب نداشت به قلم سید جمال دین واعظ اصفهانی معروف شهید راه حریت و آزادی و هم دستی معدودی از دانشمندان آن زمان ای به نام رؤیای صادق انتشار یافت اول تیشه ای بود که به ریشه استبداد جسمانی و روحانی در اسفهان زده شد سید جمال الدین و اعوان و انصارش پس از انتشار این کتاب چه در اسفهان زیست نتوانستند و ناگزیر در خفا به سمت تهران فرار کردند. نسخه این نامه پس از تفحص بسیار در این اواخر به دست یاری یکی از دوستان اسفهانی ما را به دست افتاد و اینک به نام نامی آن نیک نام بزرگ سید جمال الدین و برای آنکه اخلاف بدانند که اصلاف در چه رنج و زحمتی بوده و چگونه تلسم بیداد و استبداد قاجار را شکسته اند و قدر آزادی و سعادت عصر درخشنده پهلوی را بدانند در دو سه شماره ارمغان آن را طبع می رساله به تدریج در شماره های یک و دو و سه و چهار و پنج و شش از سال چهاردهم و ارمغان هزار شمسی به چاپ رسیده است و در هر شماره به قلم مرحوم سید جمال الدین اسفهانی تکرار شده است. پس از آن که رساله تماما به چاپ رسید در شماره هفت ارمغان همان سال مهر ماه صفحه 518 در تحت عنوان رؤیای صادقه و با امضای نون قاف قسمتی از متن رساله که در مجله ارمغان افتاده و ساقط بوده است آورده شده و متن آن را کامل ساخته است باید دانست که در شماره پنج ارمغان مرداد ۱۳۲ شمسی در صفحه ۳۸۴ در تحت عنوان توضیح شرحی راجع به رساله رؤیای صادقه از طرف که از فضلای مطلع اصفهانی به نام میم ف مندرج است زیرنویس میتوان احتمال داد که نویسنده این توضیح آقای مصطفی فاتح باشد و من راغم این سطور میدانم که پدرم با پدر آقای فاتح یعنی مرحوم حاج فاتح الملک در اسفان دوست بود و با هم سر و سری سر داشتند دنباله مد مبتنی بر سه مطلب زیل یک کسانی که با مرحوم سید جمال دین در نوشتن کتاب رؤیای صادقه شرکت داشتند عبارت بودند از مرحوم ملک المتکلمین و مرحوم حاج فاتح الملک و مرحوم میرزا اسدالله خان منشی قنسولگری روس در اصفهان دو در موقع روزها زل و سلطان را از جمله دست نشانده های انگلیس میدانستند. و برای اینکه با او ضدیتی کرده باشند نسخه ای از آن کتاب یعنی رویای صادقه را به روسیه برده در آنجا طبع کردند سه قبل از آن که این کتاب چاپ شود نسخه های چندی از آن که خطی بود در اصفهان و تهران منتشر شد و زل و نهایت جدیت را نمود که نویسندگان آن را پیدا کرده و اذیت کند الی آخر در حالات حال پدرم هم همیشه در گوشم هم بود که رؤیای صادقه در روسیه و شهر پترزبورگ به چاپ رسیده است تا آنکه به دستیاری و همت و کوشش دکتر هادی جزایری که در این سالهای اخیر سرکنسول دولت ایران در لنینگراد توی پرنتز، پترزبورگ سابق پرنتز بسته، بود صفحاتی از چاپ اول رساله که در آن شهر به تب رسیده بود به دست آمد که موجب نهایت سپاسگزاری این حقیر گردید و در همان اوقات نسخه کامل دیگری هم از همان چاپ پترزبورگ به وسیله دانشپژوه ارجمند آقای محمد گلبون از تهران برایم به ژنو فرستاده شد که آن نیز مایه سپاسگزاری قلبی است فتوکپی رویای صادقه چاپ سانک پترزبورگ که در اختیار راقم این سطور است عبارت است از دو صفحه جلد و پنجاه صفحه متن به خط نسخ حروفی ای هر صفحه داره 25 سطر در صفحه اول جلد عبارت های زیل دیده می شود نقل از رویای قیبی رویای صادقه در سانگت پترزبورگ در مطعبه الیاس میرزا بورا خانسکی و شرکایش توی پرانتز آنگاه دو سطر به خط روسی و دو مهر در طرفین در صفحه دوم جلد علاوه بر سه سطر به خط روسی این عبارت هم در پایین صفحه به خط فارسی دیده می شود در پترزبورگ سنه 1903 میلادی مطابق 1321 هجری در مطعب الیاس میرزا براخانسکی و شرکایش ما از برکت تعلیفات آقای دکتر باستانی پاریزی میدانیم که حسن پیرنیا که بعدها به مشیر و دوله معروف کردید در حوالی سال 1307 و 1308 هجری قمری برای تحصیل به روسیه رفت و تحصیلات نظامی و سپس حقوقی خود را در دانشکده حقوق مسکو به پایان رسانید و پس از اتمام تحصیلات به سمت وابسته سفارت ایران در پترزبورگ تعیین شد قبل از سال 1317 هجری قمری و چون در سال 1317 پدرش به مقام وزارت خارجه رسید پسر خود را از پترزبورگ به تهران احضار کرد و او را منشی خود ساخت و سپس در موقع مسافرت دوم مزفر شاه به فرنگستان 27 زیهدری 1319 تا 20 رجب 1320 قمری مطابق با 1900 میلادی میرزا حسن خان پیرنیا با عنوان مترجم به همراهی مزفر به فرنگستان رفت و پس از مراجعت به سمت سفیر ایران یا وزیر مختار منصوب کردید. توی پرانتز در 27 جمادی آخر سال 1320 قمری پرانتز بسته و به پترزبورغ رفت و از قرار معلوم در همان موقعی که او در روسیه نماینده سیاسی ایران بود رؤیای صادقه در آنجا به چاپ رسیده است و ظاهرا با کمک او هشتاد نسخه از آن رساله به ایران فرستاده شده بوده است. خداوند چنین مرد مردان ای را قریق رحمت و مغفرت فرماید. زیرنویس باید دانست که اولین بار در سال 1315 هجری قمری روسیه در اسفهان دارای کنسولگری گردید و کنسول روس موسوم بود به کنیاز دابیجا کنیاس یعنی شاهزاده و پرنس و میرزا اسدالله خان منشی ایرانی قنسولگری مرد آزادمنشی بود و با سید جمال الدین دوستی داشت و ظاهرا وسیله فرستادن رساله رؤیای صادقه به روسیه بوده است ولی گمان نمیرود که در تحریر آن رساله شرکتی داشته است دنبالی مرد باید دانست که متن رسالی چاپ پترزبورگ با متن دیگری که در ارمغان به چاپ رسیده است و ذکرش گذشت کاملا با هم مطابقت دارند. نکته دیگری که بیمناسبت نخواهد بود که به عرض برسانم این است که چند سالی پس از آنکه کتاب صحرای محشر به قلم نگارنده در سال 1326 هجری شمسی یعنی 46 سال پس از چاپ رؤیای صادقه در پترزبورگ در تهران انتشار یافت روزی به خاطرم خطور کرد که موضوع اساسی این رساله و این کتاب که روز قیامت و صحرای محشر است در حقیقت یکی است در صورت که نویسنده صحرای محشر در موقع تعلیف این کتاب یعنی خدا متوجه و متذکر رؤیای صادقه نبوده است و در این صورت باید تصدیق نمود که یک نوع توارد ذهنی بین کار پدر و کار پسر در فاصله زمانی قریب به نیم قرن موجود بوده است مطلب دیگران که در همین اواخر یعنی بهار سال 1354 هجری شمسی معلوم گردید که یک نفر دانشجویی که به زبان فارسی و روسی احاطه دارد در شوروی مشغول تهیه تز دکترایی است به زبان روسی درباره رؤیای صادقه این بود داستان رساله رؤیای صادقه